بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با برنامه حجت بی حجت در خدمت شما سروران گرامی هستیم. قبل از همه چیز عرض سلام و ادب داشته باشیم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی و کارشناس برنامه. حیاکم الله جناب شیخ، خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. منم قبل از هر چیزی عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب استاد انصاری و تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمندی که پای این برنامه نشستید و مطالبی که از کتب شیعه در این برنامه مطرح می شود به آن گوش فرا می دهید، به امید این که الله متعال تمامی من و شما را به آنچه حق و حقیقت هست و موجب رضایت الله متعال هست و باعث نجات در دنیا و سرفرازی آخرت می شود، انشاءالله همه من شما را به آن موفق بگرداند و در خدمت جناب عالی هست. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما تا الان به تقریبا امام ابو جعفر محمد باقر رو در موردش صحبت کردیم در دو هفته گذشته و نوبت رسیده به امام جعفر صادق ابو عبدالله رحمت الله علیه. تا الان در طول این برنامه‌ای که حدود یک سال بیشتر که میگذره، من اینطور متوجه شدم که در کتاب‌های شیعه وقتی بحث می‌کنیم، خاصاً در مورد اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این بزرگوارانی که اینها مذهب خودشون رو به اونا نسبت میدن، به این نتیجه رسیدم که مظلوم ترین انسان های روی زمین اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. یعنی در هر جانب از جوانب زندگی اینا رو اگر ما بخوایم فکر بکنیم، میبینیم که ظلم های فراوانی به اینا شده و از طرف کسانی که ادعا میکنن که اینا رو دوست دارن. حالا در مورد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، دوستانشون هم معلوم بودن، دشمنانشون هم معلوم بودن. کفار و مشرکین و منافقین با اینا دشمن بودن و دوستانشون هم مؤمنین و مسلمان ها اینا رو دوست داشتن. اما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب کسانی که ادعای پیروی از آنها میکنن، ادعای اینو دارن که شیعه اونا هستن، مورد ظلم و جفا قرار گرفتن. اگر ما بیایم در لابلای کتاب های اینا بگردیم در مورد صفات خلقی اهل بیت اگر بخوایم بحث بکنیم، میبینیم که عزت علی رو به علیه الله به اولاغ و به پشه و به مگس و به کلاغ و به این چیزا تشبیه کردن. اگر در مورد اخلاق سیدنا علی و اهل بیت بخوایم در کتابهای اینا بگردیم، میبینیم که علی ترسو، علی که در مورد ناموسش و عرضش غیرت نداره. در مورد فاطمه زهرا، یعنی بدترین صفات رو که یعنی به یک زن کوچه و بازاری انسان ها نمیدن به فاطمه زهرا که به خاطر تیکه ای از زمین در بین مردهای نامحرم میرفته و هزار یک توهین ها و اهانت هایی که در برنامه مختلف بحث شده. و در مورد دین و مذهبشون اگر ببینیم، هر فرقه شیعه که اومده کفریات، شرکیات، خزعبلات و اعمال منافی عفت رو نسبت دادن به امامان اهل بیت. عبدالله ابن سبعی یهودی کفریات و شرکیاتش رو به حضرت علی نسبت میده. محمد ابن نصیر نمیری که آمیزش جنسی مرد با مرد رو جایز میدونه، این عمل رو به ابوالحسن عسکری نسبت میده. و در تاریخ در فرق اینو که ببینیم، همه این اعمال زشتی رو که بهش اعتقاد داشتن به اهل بیت پیامبر نسبت میدادن. می اومدن ادعای مهدویت میکردن، میگفتن که فلان امام اهل بیت ما رو به این چیز امر کرده. ما با هم فکر میکنم یکی از کسانی که بیشترین این ظلم ها و اهانت ها و توهین ها رو متحمل شده امام جعفر صادق هست، که اینها خودشون رو نسبت میدن به پیروی به ایشون و اینکه شیعه جعفری هستن. اگر قبل از اینکه وارد بحث بشیم در این مورد، در مورد امام جعفر صادق و جایگاه والایی که ایشون دارن اگر صحبت بکنیم. همان گونه که ما بارها عرض کردیم در این برنامه،
عقیده اهل سنت و الجماعت در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بدور از افراط و تفریط بلکه بر مبنای واقعیت ها و حقیقت ها هست و اهل سنت و الجماعت بدون از آن که ترسی از کسی داشته باشند، واهمه‌ای داشته باشند یا طمعی از کسی داشته باشند، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارند و محبت این بزرگواران را از دین و آیین خودشون میدونند و فضایل و روایات این بزرگواران را در کتاب خودشون آوردند و ثبت کردند. و واقعا این گونه هست. مطلب بسیار جالبی را شما اشاره فرمودید، از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا آخرین امامی که به عنوان امام شیعه مطرح هست، میبینیم که تمام این بزرگواران از دست شیعیان خودشون، یعنی کسانی که خودشون رو نسبت میدادند به این بزرگواران، گلایه های فراوانی رو داشتند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه صراحتن اعلام میکند که لوددت ان معاویه صارفنی بکم صرف دینار بدرهم، آرزو میکنم که معاویه شیعیان ما رو بردارد و معامله صرف بکند، یعنی صرف پول با پول. من حاضرم 10 نفر شیعیان خودم رو بدهم، معاویه فقط 1 نفرش رو به من بدهد، صرافی شیعه باشه، صرافی باز بکنه که 10 نفر شیعه امامی علوی معتقد مسلمان مؤمن را در مقابل 1 نفر از بنی امیه در واقع میخواد که عوض بکنه. یا در جاهای دیگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که از بس که شما از من، یعنی گلایه های سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه اگر بخوایم این بررسی بکنیم، واقعا در خطبه های متعددی ایشون از شیعیان خودشون گلایه میکنه و نهایتا میگه شما کاری که با من کردی که مردم فکر میکنند که علی ابن ابی طالب رزمجو نیست، جنگجو نیست و شجاعت نداره و شخص بیکفایتی هست، میگه والله من خودم کفایت دارم، شجاعت دارم، اما تمام این مصائب از جانب شما شیعیان بر من وارد شده. در مورد امام حسن، امام حسین و تمامی ائمه شیعه رو نگاه بکنیم، 1 مورد در تاریخ شیعه ما سراغ نداریم که پیروان یکی از ائمه وفادار باشند به ائمه خودشون، بلا استثناء. حتی یک از این ائمه این گونه نیست که از پیروان خودشون راضی باشند. یعنی ادعای دوستی میکنن اما در قالب دوست ضرر میرسانن به قطعاً. همون در فارسی میگن که دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از اون دوست که نادان بود. این مطلب رو من در هفته گذشته شما داشتید در مورد امام محمد باقر صحبت میکردید، همینطوری که سر زدم در کامپیوتر در رجار کشید، دوستان اگر نشون بدن در مطلب 83 در صفحه 150 مطلب جالبی اینجا امام محمد باقر میفرماین که میگن لو کان الناس کلهم لنا شیعه لکان 3/4 لنا شکاکن و ربع الاخر احمق. ترجمه شما بکنید. این یک واقعیتی هست که امام باقر، امام جعفر صادق از این اقوال متعدد و فراوان دارند و در این مقوله و یک در واقع مطلبی رو امام به یک من فردی که در این شماره 83 بود چند به شما نمایش دادید که اسلم ابن مکی، یک مطلبی رو به این میگه و بهش سفارش میکنه که مواظب باش این رو به هیچ کس نگو دیگه، این یک مطلب اختصاصی هست، رازدار باش. اینه میره به معروف ابن خربوز فکر کنم طوری که روایت در خاطر من هست، به اون میگوید و اون میرود به خود امام خبر میدهد و امام این مطلب رو میگه که عجیبه، اگر تمام شیعیان ولو اینکه این معروف ابن خربوز یا این افراد دیگری که جز افقه الاولین هستن، بیشترین اهانت رو همین افراد کردن، اینا که دیگه سابقون الاولینشون هستن، افقه الاولین هستن، جز سابقین و اولینشون هستن، از اینها افقیه‌تر و داناتر و عالمتر در واقع نبوده. وقتی که این مطلب رو به امام میگه، امام میگه که واقعا اگر تمام دنیا هم بیان شیعه ما باشن، 3/4 در واقع شکاک هستن، یعنی اعتقادی به امامت ما ندارن، به خاطر مطامع دنیوی و منافع دنیوی خودشون اومدن، خودشون رو به ما چسبوندن که فراوان هست در میان راویان شیعه، و اونم 1/4 باقی مانده شون احمق هستن، یعنی آدمای نفهمی هستن که هرچی من میگم این حرفو به کسی نزنید، افشا نکنید، اینا میرن دو این مطالب ما را افشا میکنن. و
حتی امام جعفر صادق در خود همین رجال کشی روایتی رو نقل شده از ایشون که میگوید که اگر این آیات منافقین که نازل شده، تمام اینها در مورد کسانی هست که خودشون رو به ما شیعیان، یعنی شیعیان ما هستند، کسانی خود رو به ما نسبت میدهند. و از این قبیل روایات متعددی وجود داره که اگر تونستیم انشاءالله در برنامه و در برنامه دیگه در این زمینه اشاراتی رو هم خواهیم داشت. اما نقطه‌ای رو شما اشاره کردید، این هدف دوستی نبوده، هدف محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، هدف کسب علم از این بزرگواران، از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، اینها هدف در واقع معصوم دانستن این بزرگواران نبوده. تنها هدفی که در این مورد داشتند و نتیجه عملیش این بوده، نتیجه عملی انتصاب این افراد به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از اعتبار ساقط شدند. و قطعا من این مطلب را با جرأت میگم که اگر این افراد و این در واقع مدعیان دروغین تشیع خودشون رو به این ائمه در واقع منتسب نمی کردن، پیرامون این ائمه رو نمی گرفتن، قطعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم امروزه وضعیت دیگری رو داشتن، از نظر علم، از نظر امامت و از نظر اعتبار قطعا یک مرتبه و مرحله خیلی بالاتری رو داشتن. و هدف این افراد صرفا این بوده که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در واقع جزء اهل بیت هستند و قطعا جزء کسانی هستند که در کنار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اهتمام بیشتری دادند به روایات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و از نظر عقلی هم این گونه هست که این افراد هستند که در واقع دفاع بکنند از میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومدند خودشون رو به این افراد چسبوندند و هرچه غلو و افراد و شرکیات و کفریاتی هست به این بزرگواران در واقع متاسفانه نسبت دادن، که به این مطلب انشاءالله به صورت مفصل هم اشاره خواهیم کرد. اما شما فرمودی در مورد جعفر صادق رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، همان گونه که بقیه ائمه بزرگوار شیعه را که شیعه خود را به دار منتسب می کند، ما در برنامه های متعدد نظر اهل سنت رو در مورد این بزرگواران ما بیان کردیم. در این برنامه هم قبل از اینکه وارد مطالب اصلی این برنامه بشیم، می‌پردازیم به معرفی جعفر ابن محمد امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت. یکی از ادعاهای بیجا و افتراهایی که شیعه متاسفانه یا خوشبختانه عرض بکنم به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نسبت میدهند این است که تبلیغات زیادی رو کردند که ابن تیمیه رحمت الله علیه یکی از نواسب هست با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون مخالفت دارند، در صورتی که در هیچ جا ثابت نشده که ایشون در مقابل هیچ یکی و در مورد هیچ یکی از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانتی رو روا داشته باشند یا اعتقاد بی جایی رو در واقع داشته باشند، بلکه اعتقاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دقیقاً و 100% همان اعتقاد اهل سنت و جماعت هست. در هفته‌های گذشته از کتاب سیر اعلام نبلا که علامه ذهبی رحمت الله علیه هست و یکی از شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه بود، مطالبی رو در مورد امام زین العابدین دین امام باقر ما مطرح کردیم. در این جلسه هم مطالبی رو از این کتاب انشاءالله مطرح خواهم کرد. اما قبل از آن میپردازیم به کتاب خود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، تا اینکه حقیقت برای کسانی که این ابر شبهات و این ابر در واقع خرافات و تبلیغات سو جلوی دیدگانشون رو گرفته از این واقعیت آگاه نیستن، ما از خود کتاب منهاج السنه نبوی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه تعریفاتی رو که در مورد امام جعفر صادق گفتند و نقل کردند و برای بینندگان عزیز بازگو میکنیم. دوستان اگر این دوربین رو فعال بکنن، کتاب منهاج السنه النبویه هست مال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، منهاج السنه النبویه فی نقص کلام الشیعه القدریه لابن تیمیه ابو العباس تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم و تحقیق دکتر محمد رشاد سالم و جزء دوم و جلد دوم این کتاب هست. در این کتاب
شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد هر یکی از ائمه شیعه مطالبی رو دارند و اعتقاد اهل سنت و جماعت رو در مورد این بزرگواران بیان کردند. من جمله جعفر صادق رضی الله تعالی عنه هست و در این صفحه 556 هست و جلد سوم این کتاب و مطلب رو من قبلا هم نمایش دادم خدمت بینندگان عزیز و از چاپ های دیگر چاپ 8 جلدی این کتاب جلد 4 صفحه 52 هست. در اینجا می‌فرماید که و جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه، و جالب این است که اهل سنت با این که یک نوع اختصاصی دادند که رضی الله تعالی عنه رو بیشتر برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده می‌کنند و بعد از اصحاب تابعین و تبع تابعین و ائمه رو بیشتر با رحمت الله علیه ذکر می‌کنند، اما در اینجا ما می‌بینیم که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرماید که جعفر الصادق رضی الله عنه، و جالب هست که در جلدهای اولیه این کتاب منهاج السنه در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید علیه السلام. یعنی این نشانه، این علیه السلام رو درباره بخاری نگفته، درباره مسلم نگفته، درباره امام ابو حنیفه و بقیه ائمه نگفته، اما در مورد بقیه صحابه هم نگفته، اما در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه علیه السلام به کار برده. یا در اینجا میگه رضی الله تعالی عنهم و جعفر الصادق رضی الله عنه من خيار اهل العلم و الدين، از برگزیدگان هست، از بهترین اهل علم و دین هست. یعنی در علمشون و در دیانتشون ایشون جز انسانهای برگزیده دوران خودشون بودن. اخذ العلم عن جده، علم رو از جد بزرگوارش گرفته. ابی امه، پدر مادرش، مادرش ام فروه دختر قاسم دختر محمد ابن ابی بکر صدیق بوده و همچنین تعداد دیگر از اساتید این بزرگوار رو در اینجا بیان کرده. و روا عنه یحیی بن سعید الانصاری، تعداد از شاگردانش رو معرفی کرده، کسانی که از ایشون روایت حدیث دارن، یحیی بن سعید انصاری، مالک ابن عنا، سفیان ثوری و سفیان ابن عینه. و نقل قولی میکند از عمرو ابن ابی المقدام، میگه كنت اذا نظرت الى جعفر ابن محمد علمت انه من سلاله النبيين، وقتی که من به جعفر ابن محمد نگاه میکردم قطعا میدونستم و به این نتیجه میرسیدم که ایشون از سلاله و از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. این کلام از کسی هست که متاسفانه متهم هست به این که ایشون جز نواسب هست و جز دشمنان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب سیر اعلام نبلا که بارها با این کتاب بینندگان عزیز هم آشنا هستند، سیر اعلام نبلا هست، تصنیف امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، متوفای 748، که ایشون هم یکی از شاگردان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هستن. و علامه ذهبی رحمت الله علیه در کتاب خودشون در این جلد و که جلد ششم این کتاب هست، جلد ششم کتاب سیر اعلام نبلا، جعفر ابن محمد رضی الله تعالی عنه را در طبقه پنجم قرار داره، طبقه پنجم که طبقه تابعین هست و در ابتدای این طبقه و این دسته جعفر ابن محمد را در اینجا معرفی کرده. دوستان این نمایش بدن، جعفر ابن محمد هست عنوانش در اینجا و طبقه پنجم. این کتاب جلد ششم صفحه 255 هست. الطبقه الخامسه من التابعین، طبقه پنجم و دسته پنجم از تابعین هستند و اولین فردی که در اینجا شماره 117 هست جعفر ابن محمد عین علامه زده، یعنی علیه السلام. و خطا ما معتقد هستیم که سلام الله، درود الله، رحمت الله و برکات الله بر این بزرگواران باشد. اگر کسی واقعا بیشتر از همه شایستگی این دعا و این درود رو در واقع داشته باشه، کسانی نیستن جز اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا از این صفحه 255 تا صفحه 270 در مورد امام جعفر مطالبی رو داره، از صفحه 255 گرفته تا صفحه 270 و بعد از آن فرزندش امام موسی کاظم رو مطالبی رو در موردش بیان کردیم. در اینجا می‌فرماید جعفر ابن محمد علیه السلام ابن علی ابن الشهید ابی عبدالله ریحانة النبی، که امام حسین رضی الله تعالی عنهم، و سبته و محبوبه الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب عبد مناف ابن شیبه و هو عبد المطلب ابن هاشم و اسمه عمرو ابن عبد مناف ابن قصی، تا الاخر توضیح داده. الامام الصادق، ببین ایشون الامام و الصادق معرفی کردن، امام ابو عبدالله، امام جعفر ابن محمد، الامام الصادق، شیخ بنی هاشم،
شیخ بنی هاشم بوده، بزرگی ترین فرد و ریش سفید بنی هاشم بوده. ابو عبدالله القرشی به بهترین نامه ها و بهترین در واقع القابشون ذکر میکنه. امام صادق شیخ بنی هاشم ابو عبدالله قرشی الهاشمی العلوی النبوی، و جالب است اینجا این نسبت به علوی رو هم در اینجا فراموش نکرده، النبوی المدنی احد الاعلام، یکی از برگزیدگان بوده، یکی از انسانهای برگزیده دوران خودشون بوده. و بعد از این در مورد مادرشون صحبت کرده و ام فروه بنت القاسم مادر امام جعفر صادق، ام فروه هست، ام فروه دختر قاسم هست و قاسم پسر محمد ابن ابی بکر تیمی هست، یعنی نوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم. و امها مادر ام فروه یعنی جد مادری امام صادق اسمش هست اسما، اسما دختر عبدالرحمن، عبدالرحمن هم پسر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم. و لهذا کان یقول ولدنی ابوبکر صدیق مرتین، و بدین خاطر است که امام جعفر صادق میفرمود که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دو مرتبه مرا به دنیا آورده. یعنی این که نسب مادریش از دو جهت، هم از جهت مادر و هم از جهت پدر، در واقع میرسد به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم. در همین کتاب در صفحه بعد در اینجا مطلبی را آورده که نقل میکند از علی ابن جعد. مطالب طولانی هست اما من میخوام که مختصرا از این مطلب بگذارم. علی ابن جعد از زهیر ابن معاویه میگوید که قال ابی لجعفر، پدر من به جعفر ابن محمد گفت که ان لی جارن، من یک همسایی رو دارم که یزعم انک تبرأ من ابی بکر و عمر، این همسایه من معتقد هست، گمان میکنه که تو، یعنی امام جعفر صادق، میگوید که تو از ابوبکر اومد اعلام بیزاری میکنی. فقال جعفر برئ الله من جارک، الله متعال از همسایه تو بیزار باد، بری باد. والله اني لارجو ان ينفعني الله بقرابتي من ابي بكر، به خدا قسم من امیدوار هستم که قرابت با ابوبکر برای من مفید باشه در روز قیامت. همین که من از خیشاوندان ابوبکر هستم، از نوه و نتیجه های ابوبکر هستم، من امیدوار هستم که در واقع این برای من مفید باشه. و در مطلب دیگر میگوید که محمد ابن فضیل اینو نقل کرده. این ها مطالبی هست که متاسفانه امروز شیعیان از آن ناآگاه هستند. یعنی این نسبی رو و خیشاوندی رو که امام جعفر صادق از طرف مادرش، یعنی هم از طرف جد مادرش و جده مادرش، مادر بزرگ و پدر بزرگش در واقع از نظر از طرف مادری میرسد به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این مطلبی هست که بیان کردنش چندان برای شیعه و روافض و اطلاع یافتن عمومیشی از این مطلب برایشون متاسفانه خوشایند نیست. محمد ابن فضیل میگوید از سالم ابن ابی حفصه نقل میکند قال سألت ابا جعفر و ابنه، من از ابو جعفر و فرزندش امام باقر و امام جعفر سوال کردم در مورد ابو بکر و عمر. فقال یا سالم تولهما، ای سالم با اونها دوستی بگیر. و برا من عدوهما، و از دشمنان ابو بکر صدیق و عمر رضی الله تعالی عنهما اعلام براءت بکن. فانهما کانا امام هدا، اینها دو امام هدایت بودند، هدایتگر بودند این بزرگواران. ثم قال جعفر، جعفر این مطلب را فرموند یا سالم ایسب الرجل جده، آیا امکان دارد که انسان جد خودش را دشنام بدهد، بد و بیراه بگوید و ناسزا بگوید؟ ابوبکر جدی، ابوبکر جد من هست. و این مطلبی هست که امروزه شیعه هم منکر آن نیست، در کتاب‌های شیعه این همین مطلب اومده و در خود کتاب اصول کافی، این انشاءالله نمایش خواهم داد، در خود کتاب اصول کافی این مطلب اومده. ادعایی نیست که در واقع تنها اهل سنت و الجماعت اینو بیان کرده باشن، واقعیتی هست که هم شیعه بیان کردن و هم اهل سنت اینو بیان کردن. میگوید امام جعفر صادق آیا امکان دارد کسی جد خودش را بد بگوید، ناسزا بگوید؟ لا نالتنی شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم یوم القیامه ان لم اكن اتولى هما و ابرأ من عدوهما. میگه شفاعت پیامبر اسلام به من نرسد اگر من ابوبکر را دوست نداشته باشم، ابوبکر و عمر را، و از دشمنان اونها اعلام براءت نکنم. و واقعیت هم این گونه هست، هر کسی به نسل خودش، به آبا و اجداد خودش در واقع احترام قائل هست. و بعد از این مطالبی رو ذکر کرده در مورد این که امام جعفر صادق رحمت الله علیه جز کسانی هست که سخی بودن از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، و این مطالب رو فراوان در اینجا آورده و ذکر کرده.
و گفتم که چندین صفحه از در اینجا اینها را از قول علمای اهل سنت و الجماعت کاملا نقل کرده در مورد امام جعفر صادق رحمت الله علیه، که ایشون واقعا یک انسان بزرگواری بودن و این مطلب به صورت کامل و گسترده ای هست که در این جا ذکر کرده. و به طور مثال در اینجا در صفحه 256 در همین کتاب این مطلب را بیان میکند و میگوید که قلت هذه من زلخات یحیی القطان. یحیی القطان یک مطلبی رو گفته در مورد امام جعفر صادق، قبل از این میاد که قال املا علی ابن جعفر ابن محمد الحدیث الطویل، یک حدیثی از جعفر ابن محمد نقل شده در مورد حج، یک حدیثی از جابر نقل کرده، ثم قال و فی نفسی منه شیء، در دل من از این حدیث یک چیزی در دل من هست، این حدیث زیاد به دل من نمیچسبه. مجالد احب الی منه، میگه مجالد از جعفر صادق برای من محبوب تره. ببینیم که این فرد ناسبی یعنی علامه ذهبی رحمت الله علیه چه دفاعی میکند از امام جعفر صادق. میگه قلتو، من میگم، یعنی امام ذهبی میگه هذه من زلخات یحیی القطان، این از اشتباهاتش است، این از لغزشایش است. بل اجمع ائمه هذا الشان على ان جعفرا اوثق من مجالد، ائمه این شأن یعنی محدثین اهل سنت و جماعت اجماع دارند که جعفر صادق از مجالد در واقع قوی تر هست و ثقه تر هست. و در اینجا در صفحه بعد مطلبی رو نقل میکند، قال ابن ابی حاتم سمعت ابا زرع، از ابو سوره شنیدم، و سئل عن جعفر ابن محمد عن ابیه و سهیل عن ابیه و العلا عن ابیه ایهما اصح، این دو تا سندی در اینجا اومده کدوم سند صحیح تر است؟ قال لا یقرن جعفر الى هؤلاء، جعفر قابل مقایسه با این بزرگواران نیست، مقامش خیلی برتر است. و سمعت ابا حاتم یقول جعفر لا یسأل عن مثله، من شنیدم که ابو حاتم میگفت که در مورد جعفر افرادی مثل جعفر دیگه نمیشه سوال کرد، جای سوال نداره، ثقه هست، قطعا انسان معمونی هست. قلت و امام ذهبی میگه قلت و جعفر ثقتون صدوقون، ایشون ثقه و راستگو هست. و مطالب متعددی رو در اینجا در واقع ذکر کرده که من نمیخوام به تمام این مطالب بپردازم و تا صفحه 270 تقریبا این زندگی نامه امام جعفر صادق رو در اینجا بیان کرده. و این واقعیتی هست که الحمدلله اهل سنت و جماعت بدان معتقد هستن، قبلا هم عرض کردم، بدون این که ما از کسی حراسی داشته باشیم که مجبور باشیم تقیه رو بکنیم، و بدون این که از کسی در واقع امیدی داشته باشیم، تطمیع شده باشیم، ایمان ما و عقیده ما این است که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام ائمه از علی رضی الله تعالی عنه گرفته، بلکه تمام اهل بیت رسول الله، نه تنها ائمه اهل بیت، ایمان ما این است که دوست داشتن اینها جزء ایمان هست و هر مسلمانی که ادعای مسلمانی میکند مجبور هست و بر اون فرض هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را در واقع دوست داشته باشد. اما در مقابل اهل سنت و جماعت وقتی که میریم نگاه میکنیم به شیعه، میبینیم که اهانت‌های ناروایی را، تهمت‌های بیجایی را به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت دادند که نادانسته یا ناخواسته یا خواسته ناخواسته و یا اینکه زیرکانه به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین و جسارت کردند که از دیدگاه ما این توهین‌ها و جسارت تا محکوم هست. و همچنین مصنفینی که این جزارت ها رو نقل کردن و همچنین راویانی که این جزارت ها رو کردن به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مانند ابو بصیر و مانند زراره و بقیه، اینها از دیدگاه ما انسانهای مردودی هستند و به هیچ عنوان جایز نیست که انسان عاقل دین خودش را از چنین راویانی اخذ بکنه. بله، جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، این است جعفر صادقی که ما میشناسیم، البته اون جعفر صادقی که به شما معرفی کردن و اون راویانی که مانند ابو بصیر و اینا از اونا روایت کردن و توهین ها و اهانت هایی که به اونا روا داشتن که انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. من فقط جناب استاد اگر موافق باشید جدولی رو که دوستان آماده کردن و بارها هم چاپ شده اینو نشون بدم که بینندگانی که در مورد فرموده امام جعفر صادق که ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، این همون جدول هست، علی ابن ابی طالب، حسین، علی، زین العابدین، محمد باقر و فرزند محمد باقر جعفر صادق، ابو بکر صدیق، دو فرزندش محمد که پسرش قاسم هست و عبدالرحمن که دخترش اسما هست. قاسم و اسما
به اصطلاح فرزند دختری داشتم به اسم ام فروه که با محمد باقر ازدواج میکنه و نتیجه این ازدواج میشه امام جعفر صادق. و به اصطلاح این کتاب هایی که این مطلب رو آوردن مصادر اهل سنت عمدت طالب است و کشف القمه هست و مصادر شیعه مصادر شیعه هست, هست بله. جل المعرفه، کشف القمه و کتاب اصول کافی از همه شد این تمام این موارد هست بله. این, این مصادری که در مورد انساب هست و این مطلب رو در اینجا آوردن مطلب زیبایی است از جعفر صادق حقیقی و اصلی بله. این واقعیت و حقیقتی هست که ائمه شیعه آنچه امروزی در واقع شیعه به آن مینالند در واقع اعتراف میکنند و میبالند به این بزرگواران از جعفر صادق گرفته تا ائمه دیگرشون، یعنی 7 نفر از ائمه شیعه نوه ها و از نسل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. و این یک موردی هست که امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه به این مورد افتخار میکرده و میگفته امیدوار هستم که این نسبی که من دارم با سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این در روز قیامت به من یک منفعتی رو برسونه. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، با هم میان برنامه‌ای رو می‌بینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود با ادامه بحث برنامه حجت بی حجت که در مورد امام جعفر صادق یکی از سادات اهل بیت در زمان خودش. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنان. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با برنامه حجت بی حجت و موضوع برنامه هم امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه با شما عزیزان هستیم. حضرت مولانا در مورد امام جعفر صادق این سید بزرگوار مطالبی رو شما از کتب اهل سنت بیان کردید، از جمله برای من جالب بود کتاب منهاج السنه که این همه زیبا و به جا از این بزرگوار تعریف کرده، اما متاسفانه چون دروغ و تلبیس و خیانت شیوه و راه و روش روافض هست دائما میبینیم که تو شبکه هاشون و علماشون ادعا میکنن که ابن تیمیه رحمت الله علیه ناسبی هست، دشمن اهل بیت هست، به اهل بیت توهین کرده. اگر لطف کنید در مورد کتب شیعه که در مورد این بزرگوار چه مطالبی اومده و چه توهین ها و اهانت هایی بهشون روا داشتن در کتاب، تا بینندگان خودشون قضاوت بکنن که ناسبی کی است، کلینی ناسبیه، مجلسی ناسبیه یا ابن تیمیه و ذهبی و غیره. همون گونه که من بارها اشاره کردم، اگر شیعه میخواهد که فضایل صحیح و صریح
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسد، میخواهند که ائمه خودشون را بشناسند، چاره‌ای ندارند جز این که برگردند به کتاب‌های اهل سنت و جماعت. در کتاب‌های شیعه روایات صحیحی که بتوان با آن نه امامت اهل بیت را بلکه حتی فضیلت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ثابت بکنند، چون این چیزی در کتاب‌های اهل تشیع متاسفانه وجود ندارد و چاره‌ای ندارند و ناگزیر هستند از این که برگردند به روایات اهل سنت و جماعت. به طور مثال برترین کتاب شیعه کتاب اصول کافی هست و یک بابی را در این زمینه داره در مورد امام جعفر صادق، باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، که در این باب روایاتی را که به گمان خودشون و بیانگر فضیلت امام جعفر هستند، این روایات را در این باب آورده و جمع کرده. و آقای کلینی با زحمتی که 20 سال اینو متحمل شده تونسته در این باب برخلاف برخی از بابها که فقط 3 روایت بیشتر نبود، در اینجا 8 روایت را آورده و جمع کرده. باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام 8 روایت در واقع دارد. اما همون حرفی رو که در مورد ابواب قبلی این کتاب ما زدیم، بر اساس اصول حدیثی خود شیعه نه اهل سنت و جماعت، ما اینقدر بی‌انصاف نیستیم که از شیعه بخوایم که روایات خودشون رو با اصول حدیثی و اصول بسیار سخت اهل سنت و جماعت بیانند و تصحیح و تذیب بکنند. روایات این باب حتی بر مبنای اصول حدیثی خود شیعه متاسفانه هیچ کدامشون صحیح نیست. یعنی در این باب حتی یک روایت صحیحی که دال بر فضیلت امام جعفر صادق باشد در این باب وجود ندارد. با هم دیگر مروری میکنیم از قول علامه مجلسی روایات این باب را که ببینیم تا چه اندازه صحت دارند، آیا میشود به اونها اعتماد کرد یا این که به صورت کلی غیر معتبر هستند. دوستان نمایش بدن این کتاب مرآت الاخول را که بارها اینو نشون دادیم. این کتاب را جلد مرآت الاخول هست و جلد ششم این کتاب، جلد ششم باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد صفحه 25 این باب هست و این متن اصول کافی هست و در اینجا علامه مجلسی این روایات رو تصحیح و تضعیف کرده. روایت اول هست در جلد 27 در صفحه 27، در اینجا میگه الحدیث الاول مجهول. روایت اول در این باب روایت مجهولی هست و روایت بعدی رو که در این باب هست، روایت دوم این باب، در اینجا میگن الحدیث الثانی ضعیف، روایت دوم روایت ضعیفی هست. روایت سوم در صفحه بعدی هست، صفحه 29، حدیث سوم ضعیف علی المشهور، ضعیف هست بنابر قول مشهور. روایت چهارم در صفحه 31 این کتاب هست، حدیث چهارم ضعیف علی المشهور، باز هم ضعیف هست. روایت پنجمش در صفحه 6 کتاب هست و باز هم ضعیف علی المشهور، این روایت هم روایت ضعیفی هست. روایت ششم در صفحه 33 این کتاب هست، باز هم علامه مدرسی میگوید که مجهول، این روایت راویش مجهول هست. و روایت هفتم و هشتم که در صفحه 35 هستند، روایت هفتم میگه ضعیف علی المشهور و روایت هشتم موثق علی ظاهر، ظاهرا این روایت موثق هست. یعنی این که این راوی هم این روایت هم جز روایات صحیح و حسن در واقع نیست و درجه پایین‌تری دارد، به این معنی که راویش اصلا شیعه نیست، شیعه اثنی عشری و امامی نیست. موثق علی ظاهر، علی ظاهر خیلی هنر کرده این بله. ظاهرا میگه موثق، ظاهرا که نه، کاملا مشخص هست از راویان این راویانی که در اینجا هستن مانند یونس ابن یعقوب که در این روایت هست و افراد دیگری که اینها جز شیعیان اثنی عشری نبودن بلکه جز فرقه های منحرف و غالی بودند، که انشاءالله اگر فرصت شد به صورت گسترده به این میپردازیم. پس بنابراین این کتاب مرآت الاخول هست. کتاب مرآت الاخول برترین شرحی که بر کتاب اصول کافی نگاشته شده
و اولین و آخرین کسی که اومده تصحیح و تضعیف کرده، البته افراد دیگری هم هستن نه تنهایی که ایشون باشن، آقا بهبودی این کار رو کرده، در کتابهای دیگری به صورت مختصر هم این کار رو انجام دادن، اما کاری که علامه مدرسی کرده در کنار شرحش که بر کتاب اصول کافی نوشته تا کنون هیچ کسی از شیعیان چنین کاری رو انجام نداده. پس بنابراین این حقیقت و واقعیت برای شیعیان واضح و آشکار شد که بابی که علامه کلینی ثقة الاسلام کلینی بعد از 20 سال اینو زحمت کشیده و روایاتی رو جمع آوری کرده، فقط 8 روایت رو آورده در مورد این امام جعفر صادق. از این 8 روایت، روایت اول و روایت ششمش کاملا مجهول هستن، یعنی معلوم نیست که این فردی که این حرف رو زده کی بوده. روایت دومش گفته بود که ضعیف هست، روایت سوم و چهارم و پنجم و هفتم ضعیف و علل مشهور هستن، و روایت هشتم هم که موثق علی الظاهر، بنابر قول ظاهر و بنابر ظاهر این روایت در واقع موثق هست. این مطلب را از کتاب مرآة الاخول جلد ششم صفحه 25 به بعدش من این مطالب را از این کتاب آوردم برای شما کاملا مشخص کردم. اما اون گونه که بینندگان عزیز تا کنون عادت کردن در این برنامه، من در چند برنامه‌ای هست تقریبا بررسی سندی نکردم این روایات رو، یعنی فقط اکتفا می‌کردم به این که مثلا مجلسی گفته که این روایت ضعیفه، این روایت مجهوله، یا ضعیف و علل مشهور یا موثق، یا هر حکمی که در واقع کرده بود. و خصوصا در باب در ابواب مولد ائمه من حساسیتی چندانی ندارم، زیرا که این دلیل بر امامت نیست. نهایتش این است که یک نوع فضیلتی رو برای ائمه ثابت بکنند، حتی همین فضیلت هم ثابت نمی‌شود. اما این در این باب چون که وابسته به امام ابو عبدالله هست، جعفر صادق هست، و شیعه خودش رو منتسب می‌کند به امام جعفر صادق، یک مقدار گسترده‌تر من برخی از راویان این روایات رو با این که بی‌اعتبار هستند، ضعیف و مجهول هستند و راویانش غیر شیعه هستند، باز هم این مطالب رو ان شاءالله به صورت مختصر تا اندازه‌ای که در این برنامه مجال باشد انشاءالله خدمت بینندگان عزیز من عرض میکنم. اما قبل از این میخوام به یک نقطه که بارها اینو اشاره کردم خدمت بینندگان عزیز، میخوام این نقطه رو بازم یاددهانی بکنم. مذهب شیعه دچار یک چالش بسیار بزرگی هست، یک چالش بسیار بزرگ و بسیار عمیقی برای مذهب شیعه وجود داره، و اون همون چالش حدیث صحیح و روایات صحیح هستم. درست. که بر اساس اصول حدیثی مذهب شیعه امکان ندارد که شیعه بیاند و حدیث صحیح تعریف شده را که خودشون تعریف کردن یک مثال برایش بیاورند و تطبیق بکنند تعریفی را که علمای شیعه آوردند و اینو به عنوان روایت حدیث صحیح در واقع اینو مطلب رو نقل کردند. پس بنابراین روایت صحیحی وجود نداره در مذهب شیعه، بنابر اصول خودشون تعریفاتی خودشون کردن. اضافه بر این روایات جعلی که در کتابهای شیعه وجود داره که به ده ها هزار نه بلکه به صدها هزار شاید برسد، ده ها هزار نه بلکه به صدها هزار در واقع میرسند، این خودش بیانگر این هست که کتابهای شیعه من جمله اصول کافیشون به هیچ عنوان نمیشود مرجع باشد برای اثبات عقیده یا برای اثبات حتی یک حکم فقهی، حتی برای اثبات یک حکم فقهی نمیشود که این از به این کتاب در واقع اعتماد کرد. و علتش هم این است که اصول حدیثی شیعه و که در علم در واقع روایت اونها رو تعیین کردن کاملا ناکارآمد هست و این قابلیت رو ندارد که روایات صحیح رو از غیر صحیح در واقع تشخیص بدهد، و بالفرض اگر تشخیص بدهند به هیچ عنوان نمیتوانند که بر اون چیزی که بهش رسیدند اکتفا بکنند. این از یک جنبه هست. و از جنبه دیگر ما میبینیم که با وجود این حجم بسیار زیاد و سهمگین روایات جعلی و دروغین و روایاتی را که غلات و مفوضه و فتحیه و بقیه فرقه شیعه آوردن و داخل کردن در دین و مذهب شیعه، اینها به گونه‌ای هست که ائمه شیعه هم ساکت شدن. ائمه بعدی شیعه، حتی امامی که فعلا هم وجود داره، کاملا سکوت کردند و هیچ مطلبی رو در مورد این روایات جعلی و روایات غالیه و کسانی که فاسد العقیده و فاسد المذهب بودن هیچ گونه مطلبی رو متاسفانه در این زمینه بیان نکردند. و شیعه هم تا به امروز خصوصا متقدمین شیعه کتابی رو که بیاورن تألیف بکنن با عنوان روایات جعلی، روایات موضوعات، اینها رو سره رو از ناسره جدا بکنن، روایات معتبر
معتبر رو از غیر معتبر جدا بکنند، تا به امروز هم نتوانستند چنین کاری را بکنند و تا قیامت هم نخواهند کرد، زیرا که چنین اقدامی به معنی خط بطلان کشیدن بر دین و عقیده و مذهب شیعه است. این حرف من نیست، این حرف حرف من نیست، بلکه این حرف حرف بزرگان شیعه و کسانی هست که از خود مذهب شیعه در واقع اطلاع و آگاهی دارند. من برای اثبات این مذهب چند نکته رو از کتاب‌های شیعه برای بینندگان عزیز من در اینجا معرفی می‌کنم. مطلبی که من عرض کردم در مورد این که در روایات شیعه و در کتاب‌های شیعه روایات جعلی بسیار فراوانی وجود دارد، اهل سنت و جماعت هم منکر این نیستند که بسیاری از راویان با انگیزه های مختلف اومدند در روایات جعل کردند. درست. حتی در مذهب اهل سنت و جماعت چنین چیزهایی وجود داره. اما ویژگی که اهل سنت و جماعت دارند این است که روایات سره از ناسره رو کاملا مشخص کردند. علمای بزرگواری در طول این قرون گذشته اومدند و کتابهایی رو تألیف کردند به نام کتابهای الموضوعات، معروف است این کتابها. رجال رو بررسی کردند که رجالی رو که ضعیف هستند، رجالی رو که متهم هستند، رجالی رو که اهل بدعت بودند، تمام اینها رو کاملا مشخص کردند و روایات اهل سنت و جماعت امروزه روایات صحیحشون کاملا مشخص هست و اهل سنت و جماعت هم در باب عقیده و هم در باب شرعیات و مسائل فقهی بر روی روایات صحیح عمل میکنند و استناد به روایات صحیح میکنند و روایات ضعیف را در واقع معتبر قرار نمیدهند. در کتاب‌های شیعه متاسفانه این حجم بسیار سنگین از روایات جعلی متاسفانه وجود دارد. به طور مثال این کتاب رجال کشی هست که بارها اینو من نمایش دادم، اصل کتاب رو دوستان اگر اینو و کتاب رجال کشی ابی عمرو محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی هست، قدم له و علق علیه و وضع فهارسه و السید احمد الحسینی و منشورات مؤسسه عالمی للمطبوعات بیروت لبنان هست این کتاب، و در صفحه 164 یکی از راویان شیعه هست به نام مغیره ابن سعید، مغیره فرزند سعید هست، صفحه 164 مغیره ابن سعید. این مغیره ابن سعید در واقع یک از افرادی بوده که دروغگو بودند و خودشون در این روایت اومده از امام رضا نقل شده، کان المغیره ابن سعید یک ذبو علی ابی جعفر، دروغ میگفت بر امام ابو جعفر، و روایت رو در این زمینه داریم از ائمه دیگر که نکوهش کردن این فرد رو. من هدف من این نیست که این راوی رو در اینجا معرفی بکنم. مطلبی هست که در پایین این صفحه در اینجا بیان شده، قال یونس، که یونس میگوید که وافیت العراق، من به عراق رفتم، فوجدت بها قطعه من اصحاب ابی جعفر، یک گروهی از اصحاب ابی جعفر رو من در اونجا دیدم، و وجدت اصحاب ابی عبدالله متوافرین، دیدم که اصحاب ابو عبدالله هم بسیار زیاد هستند در بغداد و در عراق، فسمعت منهم واخذت كتبهم فعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا، من از اونها روایاتی رو شنیدم، کتابهای اونها رو گرفتم و بعد از مدت اینها رو عرضه کردم بر امام رضا، على ابي الحسن الرضا، فانكر منها احاديث كثيره، امام رضا روایات بسیار زیادی رو انکار کرد، اینها نمیتونه روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، ان يكون من احاديث ابي عبد الله، ایشون گفتم امکان نداره که اینها گفتار امام جعفر صادق باشند، و قال لي امام رضا به من اینچنین گفت که این ابوالخطاب کذب علی ابی عبدالله، این ابوالخطاب دروغ میگفت بر ابو عبدالله، نه تنها اینکه خودش دروغ میگفت و روایت جعل میکرد، بلکه اضافه بر این هست، لعن الله ابوالخطاب، الله متعال ابوالخطاب را لعنت و نفرین بکند، الله متعال نفرینش بکنه از زبان امام معصوم، لعن الله ابوالخطاب و کذالک اصحاب ابوالخطاب، همچنین اصحابش، شاگردان اصحاب ابوالخطاب در واقع، یدسون هذه الاحادیث الى یومنا هذا فی کتب ابی عبدالله، الى یومنا هذا فی کتب ابی عبدالله، میگه این آقای ابوالخطاب و همچنین شاگردانش و اصحاب ابوالخطاب تا به امروزه هم روایاتی رو جعل میکنند و اضافه میکنند در کتابهای اصحاب ابی عبدالله، یعنی به نام راویان و به نام کسانی که از ابی عبدالله نقل روایت کردند، این ابوالخطاب و شاگردانش اومدن روایاتی رو جعل میکنند و در کتابهای اصحاب ابی عبدالله در واقع اضافه میکنند. این یک مطلب.
و همچنین مطلب دیگری در اینجا ذکر کرده که وعنه عن یونس عن هشام ابن الحکم انه سمع ابو عبدالله از امام ابو عبدالله اینو شنید که یقول کان المغیرة ابن سعید یتعمد الكذب على ابی. ببین ابو الخطاب این دو مطلب هست در اینجا ذکر کرده، یکی ابو الخطاب، امام رضا میگوید که ابو الخطاب و شاگردانش و اصحابش روایات جعلی رو میساختند و اینها رو در لابلای کتابهای اصحاب ابی عبدالله، یعنی در دفترهاشون و در کتابهاشون اینها رو اضافه میکردند. این کار ابو الخطاب و شاگردانش بود در مورد روایات ابو عبدالله امام جعفر صادق. امام جعفر صادق خودش در مورد روایاتی که از پدرش نقل شده چی میگوید؟ میگوید که انه سمع ابو عبدالله یقول کان المغیرة ابن سعید یتعمد الكذب على ابی، مغیرة ابن سعید بر پدر من دروغ میگفت. و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المتسترون به اصحاب ابی یأخذون الکتب من اصحاب ابی فیدفعونها الى مغیره فکان یدس فیها الکفر و الزندقه و یسندها الى ابی. این آقای مغیره ابن سعید و اصحابش اینها کتابهای اصحاب پدر مرا، این اصحاب امام باقر را میگرفتن و میدادن دست مغیره ابن سعید، و مغیره ابن سعید هم در و شاگردانش روایات کفرامی زیرا روایات کفر و زندقه را اینها را هم اضافه می کردن در این کتابها و یسندها الى ابی، اینها را نسبت می دادن به پدر من، یعنی به امام باقر رحمت الله علیه. الى ابی ثم یدفعها الى اصحابه، و اینو دوباره بر می گردن به اصحاب خودش. فیأمرهم ان یبثوها فی الشیعه، دستور می دهد اینو بروید در میان شیعه در واقع پخش بکنید. فکل ما کان فی کتب اصحاب ابی من الغلوی فذاک مما دسه المغیرة بن سعید فی کتبهم. هر روایات افراط آمیزی و غلو آمیزی که وجود داره در مورد از راویان از پدر من نقل شده، میگه تمام اینها ساخته و پرداخته مغیره ابن سعید هست. الان این اعترافی هست از امام رضا و از امام ابو عبدالله که حداقل دو نفر، که افراد زیادی هستند که ملعون هستند و خود ائمه گفتند اینها دروغگو بودند، دروغ می‌بستند به نام ائمه، از همون زمان عبدالله ابن سبع گرفته، بعد خود مختار بوده و افراد دیگری بودند که به نام ائمه در طول تاریخ دروغ می‌گفتند. پس بنابراین افرادی بودند که روایات جعل می‌کردند به نام این ائمه. و جالب هست که در مورد مغیره ابن سعید جناب استاد انصاری، این یک فرد شما تخمین می‌زنید که تقریبا چند تا روایت رو جعل کرده باشه در کتابهای امام باقر، یک فرد مثلا با این وضعیتی که در کتابهای اینا این 110 جلد مجلسی را آدم می‌بینه، شاید حرف از 50000 و 60000 و 100000 50000 کم گفتید شما. بازم در روایات خود شیعه این وجود دارد، به طور مثال مامخان اینو ذکر کرده و افراد دیگر اینو در کتاب خودشون نقل کردن که مغیره ابن سعید میگه دسست و فی اخبارکم اخبارا کثیره، میگه من در کتابهای شما، در اخبار شما اخبار زیادی رو من اضافه کردم که تقرب من 100000 حدیث، قریب به 100000 حدیث میگه من جعل کردم و اضافه کردم. این قول همین فردی هست به نام مغیره ابن سعید. وقتی که حرف از 100000 باشه که فقط یک نفر اینو جعل کرده، در کتابایشی اضافه کرده باشه، این تقریبا به این معنی هست که 2.5 برابر کتب اربعیشیه، 2.5 برابر کتب اربعیشیه. کتابهای اربعیشیه، کتاب کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر الفقیه، مجموعا روایاتی که دارن حدود 40000 روایت هست، حدود 40000 روایته. این مغیره ابن سعید میگوید که من 100000 روایت رو جعل کردم، یعنی 2.5 برابر کتابهای کتب اربعه شیعه. من اینو کتاب اصول کافی رو نگاه میکردم، تقریبا در هر صفحه 3 روایت وجود داره، در هر صفحه تقریبا 3 روایت وجود داشت. و اینو من نگاه کردم، کل کتاب هم تقریبا جلد اول حدود 500 صفحه، چند صفحه اضافه از این 500 صفحه هست. من اینو تقسیم کردم، وقتی که به نتیجه رسیدم که اگر این 100000 حدیث رو ما تقسیم بکنیم بر تعداد صفحات و که در هر صفحه 3 روایت باشه و هر کتابی 500 صفحه باشه، این تقریبا حدود 66 جلد کتاب می شود. 66 جلد کتاب را، کتاب 500 جلدی را به اندازه هر جلد اصول کافی، این در واقع یک نفر فقط مغیره ابن سعید این روایت را آورده و در واقع جعل کرده و در این کتاب ها اضافه کرده. من که گیت شدم 500 صفحه و
چند جلد؟ نه من عرض کردم که اگر 100,000 روایت را قرار بشه چاپ بکنیم در یک کتاب، اونگونه که مثلا کتاب اصول کافی هست، اینها تقریبا 66 67 جلد کتاب میشوند. 67 جلد کتاب، هر کتابی هم 500 صفحه‌ای، هر جلدی 500 و این مجموعه این روایت رو میشه در این کتاب‌ها جادات. ما همون گونه که عرض کردم، یعنی 100,000 روایت یعنی 2.5 برابر روایات کتب اربعه شیعه که تقریبا چیزی حدود 40,000 روایت در واقع هستن. خدا رحمت بکنه که از علمای اهل سنت گفته بود که خدا لعنت بکنه روافض رو که ما رو از به اصطلاح میراث اهل بیت پیامبر از روایات اونو محروم کردن به خاطر همین کاراشون، که از بس که دروغ بسته بودن دیگه کسی اطمینان نمی کرد به روایت هایی که از اونا وجود داشت. بله، این آقایی که من گفتم ابوالخطاب که روایت جعل می کرد در کتابه های در واقع ائمه، اینها رو اضافه می کرد در روایات ابو عبدالله، اینها رو اضافه می کرد. جالب است که این خودشون ائمه فرمودند که این غلو و افراطی که وجود داره در مذهب شیعه برگرفته از این خطابی است، خصوصا گروه خطابیه که معروف هستند، یک گروهی هستند که خود این ابوالخطاب رو پیامبر خدا می دونستند. من در این زمینه روایات خیلی جالبی هست که انشاءالله در بررسی روایات این مطالب رو عرض می کنم، زیر تعدادی از روایات همین باب مولد ابی جعفر از همین افراد هست، از اصحاب خود همین ابوالخطاب هست. این ابوالخطاب یک کسی است که متاسفانه غلوش افراطهایی رو که انجام داده و تحریفهایی رو که انجام داده متاسفانه تا امروز هم در میان مذهب شیعه هست. تا امروز هم هست، نه تنها این که در مذهب شیعه هست، بلکه جز مسلمات و ضروریات و مشخصه های مذهب شیعه هست. تحریفه های ابوالخطاب امروزه جزء مشخصه ها و ضرورت های مذهب شیعه هست. به طور مثال یکی از مسائل فقهی که شیعه متمایز از تمام مسلمانان هست این است که نماز مغرب را با تأخیر می خونند. خوندن نماز مغرب با تأخیر، تا زمانی که شفق از بین نرفته نماز مغرب را نمی خونند، یعنی تا زمانی که تاریک نشده هوا شیعه متاسفانه نماز عشاء رو نمیخونن، در صورتی که دستورات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اون گونه که در خود کتاب نهج البلاغه هست اوقات بله در این نامه کاملا اوقات نماز رو مشخص کرده و گفته به محض غروب آفتاب شما نماز مغرب را بخونید و تمام ائمه این کار رو میکردن، حتی ائمه بعدی امام جعفر صادق و بعدی، منتها این آقای ابوالخطاب کسی بوده که این انحراف رو در شیعه ایجاد کرده، نماز رو از وقت خودش خارج کرده، تاخیرش انداخته و امروز هم شیعه چه کار میکنند؟ بر مذهب ابوالخطاب غالی، نه تنها غالی بلکه کافر و مدعی الوهیت و نمیدونم امامت، اینو در واقع آوردند اینو مطرح کردند و بر اون عمل میکنند. این فردی که از زبان خود ائمه در واقع ملعون هست در کتاب همین کتاب رجال کشی هست، رجال کشی صفحه 209 هست و در مورد همین ابوالخطاب، در مورد ابوالخطاب مطلبی رو در اینجا ذکر کرده که واقعا در این زمینه جالب هست. در اینجا این مطلب هست، دوستان اینو نمایش بدم، در این کتابی که من قبلا اینو خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم، کتاب رجال کشی هست صفحه 209 و ترجمه و زندگی نامه محمد ابن ابی زینب که من ابوالخطاب هست. محمد ابن مسعود میاد قال حدثني علي ابن الحسن عن معمر ابن خلاد قال قال ابوالحسن علیه السلام، امام ابوالحسن فرمود امام موسی کاظم، ان ابوالخطاب افسد اهل الكوفه، این ابوالخطاب اهل کوفه را فاسد کرده بود. ان ابوالخطاب افسد اهل الكوفه فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق. چی فسادی ایجاد کرده بود؟ چطور اونها رو از بین برده بود و این فساد رو ایجاد کرده بود؟ بدون گونه که اهل کوفه رو مجبور کرده بود، اونها رو این گونه قرار داده بود که نماز مغرب رو نخونند تا زمانی که شفق در واقع غائب می شود، یعنی برخلاف دیگر مسلمانان وقت مغرب رو تغییر داده بود. میگوید که ولم یکن ذالک، این گونه نبوده در زمان رسول الله و از دیدگاه خود ائمه این گونه نبوده که نماز رو به تأخیر بیاندازند با تاریکی بخونند، و انما ذاک للمسافر، این حکم برای مسافر بوده، و صاحب العلتی و شخصی که بیمار هست. امروزه در مذهب اهل سنت و جماعت این هم وجود داره، در نماز مغرب بالفرض یک شخصی مسافر هست از نظر شرعی اجازه دارد که جمع بخواند بین مغرب و عشاء، نماز را به تأخیر بیاندازد در وقت عشاء بخواند وقتی که شفق کاملا از بین میرود. این امروزه در مذهب اهل سنت و جماعت وجود داره. در اینجا امام ابوالحسن که ظاهرا امام کاظم هست یا امام رضا
میگوید که این در زمان ائمه نبوده و لم یکن ذالک و انما ذاک للمسافر و صاحب العلتی و قال ان رجلا سأل ابا الحسن، یکی از افراد اومد سوال کرد از امام ابو الحسن، فقال کیف، این چگونه بوده؟ یعنی چیک ابو الخطاب اومده این انحراف رو و این تحریف رو ایجاد کرده در مذهب شیعه و امروز متاسفانه شیعه بر نقش قدم ابو الخطاب میرمد نه ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام ابو عبدالله، امام جعفر صادق فرمودند فی ابو الخطاب، در مورد ابو الخطاب، ما قال ثم جاءت البراءه منه، ابتدا امام ابو عبدالله تعریفش کرده بود ابو الخطاب را، دوباره اومد و اعتراف براءت کرد. همون زمانمون تعریفات اولیه رو که امام ابو عبدالله در مورد ابو الخطاب داشته، این در واقع سوء استفاده کرده و این وقت نماز رو هم تغییر داده. بعدن هر چی که امام ابو عبدالله، امام جعفر صادق میگفت وقتش اون نیست که شما میخونی، میگه نه امام ابو عبدالله هر چی بهش میرفتن میگفتند که خود امام جعفر صادق زنده هست، گفته اینجوری نماز نخونید، وقت نماز رو سر وقتش بخونید، میگه نه اون به من یک چیزی گفته، من حاضر نیستم که راهش بکنم، به من گفته وقتو الان باید در این وقت بکنید. و قضیه تقیه هم که هستی که میگن تقیه، بله، این مطلب در اینجا و در روایات فقهی شیعه هم وجود دارد، در روایات فقهی هم وجود دارد که من نمیخوام به اون در واقع بپردازم. پس بنابراین این یک مطلب، جاهلانی بودند، حدیث سازانی بودند که در مذهب شیعه متاسفانه روایات خیلی زیادی رو جعل کردند و با تأسف شدید امروزه هم علمای شیعه و شیعیان به صورت کلی بر نقش قدم همین افراد دروغگو و کذاب و چه بسا کافر و مشرک در واقع گام برمی‌دارند. مطلب دیگری که در اینجا قابل ارزش هست و این اعترافات تلخی که متاسفانه از خود کتابهای شیعه و بزرگان شیعه مطرح شده، من چند مورد را برای این که برای بینندگان عزیز کاملا واضح بشه که آنچه من میگویم استنتاج و تحقیق شخصی بنده نیست، بلکه اینها در کتابهای خود شیعه هست، افرادی که خودشون شیعه بودند و جز بزرگان شیعه و جز مؤلفین شیعه بودند به این نتیجه رسیدند و این مطلب تلخ را و این اعترافات تلخ را آوردند و متاسفانه بیان کردند. به طور مثال یکی از کتابهای معروفی که در این زمینه در مورد آثار و اخبار شیعه نوشته شده، کتابی هست که هاشم معروف حسنی نوشته که یکی از علمای شیعه در لبنان بوده، چون یک کتابی داره به اون عنوان، دوستان این نمایش بدن الموضوعات، چون که اصل کتاب نبود من از پی دی اف این کتاب پرینت گرفتم، الموضوعات فی الاثار و الاخبار، الموضوعات یعنی روایات جعلی در آثار و اخبار، عرض و دراسه که تحقیق و بررسی این مورد هست، هاشم معروف الحسنی و این کتاب هم چاپ شده در دار التعارف للمطبوعات و بیروت. اینم صفحه اول این کتاب، صفحه عنوانش هست الموضوعات فی الاثار و الاخبار و صفحه بعدش هست و این صفحه هم مشخصات این کتاب. در این کتاب اومده یک مطلبی رو نقل میکند، یک مطلبی رو در این کتاب آورده و نقل میکند و جالب هست که این روایت یکی از روایات اصول کافی هست، این روایتی که اومده در اینجا نقدش کرده یکی از روایات اصول کافی هست، میگه که روی فی الکافی مجموعه من الروایات التي فسرها الامام، میگه در اصول کافی تعدادی از روایات نقل شده که امام اونها رو تفسیر کرده. من در اینجا یادداشت کردم که این روایت در کتاب اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 431، باب فيه نکته و نطفه من التنزيل في الولايه، همون باب مسخره ای که روایات جعلی در مورد تحریف قرآن بسیار زیاد هست و حدود فکر کنم که بالغ بر 90 روایت در این کتاب بود. خب این روایت رو در اینجا آورده، یک روایتی در مورد همین آیات هست که امامون رو در واقع تعویل و در واقع توجیه کرده. بعد از این میاد و در صفحه 251 این کتاب میگوید که والروات الاربعه لهذه الروايه، 4 راوی که این روایت رو روایت کردن، لا يجوز الاعتماد على مروياتهم، جایز نیست که بر مرویات این افراد ما چکار بکنیم اعتماد بکنیم، ما لم تقترن ببعض الشواهد والقرائن، تا زمانی که شواهد و قرینه های دیگری وجود نداشته باشه صرفا به روایت این راویان نمیشه اعتماد کرد، وقد تحدثنا اكثر من مره عن سلمة بن الخطاب، این راویان یکی به یکی بر رسی میکند و تا این که به نتیجه در اینجا میرسد. اون چیزی من میخوام مطلب بکنم و از اون استدلال بکنم این مطلب بعدی هست. من تو این روایت رو از اول من آوردم که بینندگان عزیز در جریان باشند که این مطلب را آقای معروف حسنی، معروف هاشم حسنی در چه سیاقی گفته. میرسیم به صفحه 253
253 کتاب الموضوعات فی الاثار و الاخبار. در اینجا میگوید که دوستان این نمایش بدن و بعد التتبع، صفحه 253 هست، در آخر این مطلب را شمارش گذاشته، میگوید و بعد التتبع فی الاحادیث المنتشره فی مجامع الحدیث، بعد از تحقیق و بررسی در احادیثی که منتشر شده در مجامع حدیثی، در کتابهای حدیثی، کالکافی و الوافی، مانند کتاب کافی و کتاب وافی که مال صافی هست و غیرهما و کتابهای دیگر شیعه، نجد و به این نتیجه می رسیم که ان الغلات و الحاقدین علی الائمه، غالیان و بدخواهان ائمه و هدات، لم یترکوا بابا من الابواب الا و دخلوا منه لافساد احادیث الائمه و الاساءه الی سمعتهم، هیچ بابی از ابواب را فروگذار نکردم مگر اینکه از اون ابواب داخل شدن، به چه هدفی؟ به خاطر افساد احادیث ائمه و بد کردن سمعه و وجاهت و شهرت ائمه، و بالتالی رجعوا الى القرآن الکریم، بعد میگه برگشتن به قرآن کریم. روایتی که در این باب بررسی میکنه، باب فیه نکت و نوته، بیشتر برمیگرده به روایتی که در مورد تأویل قرآن هست، آیاتی رو تأویل کرده، اونها رو رسونده به معنی امامت که امامت رو از اون استدلال بکنه. میگه اینو برگشتن به قرآن کریم، لینفثوا عن طریقه سمومهم و دسائسهم، تا اینکه این آیات قرآن رو برعکس ترجمه بکنن و توجیه بکنن، تأویل بکنن، تا اینکه سموم خودشون رو و این مکائد و دسیسه های خودشون رو از این طریق بیارن وارد مذهب شیعه بکنن. و بدین خاطر اومدن صدها روایت رو به غیر تعبیر اصلیشون، به غیر تأویل و تفسیر واقعی اومدن تفسیر کردن. خب بعد از این مطلبی که بعدن میگوید، این بسیار جالبتر از قبلی هست. میگوید که ولیس بغریب، این مطالب رو من عرض میکنم برای این که شیعیانی که اهل تحقیق هستند، شیعیانی که واقعا دین خودشون رو از خرافات و افسانه ها نمیگیرند، شیعیانی که عقل خودشون رو در اختیار علما و مراجع خودشون قرار ندادن، اهل تحقیق هستند، اهل دانش هستند و حق جو هستند، این مطالب رو نگاه بکنن با عموم شیعه، با افرادی از شیعه که چشم و گوش خودشون رو بر واقعیت ها بستن، ما حرفی رو نداریم، برای اونها تأثیری نمیکند که این حقایق ما بیان بکنیم، بیان بشود یا بیان نشود، اصلا این مطلب حقیقت داشته باشد یا حقیقت داشته نباشد. اما کسانی که واقعا اهل تحقیق هستند، این حقایقی رو که خود علمای شیعه گفتند، اینها واقعا راهگشا خواهد بود برای رسیدن به حق و حقیقت. در اینجا میگه که ولیس بغریب علی من ینتحل البدع ان یکون فی مستوی المخرفین والمحوشین، میگه این عجیب نیست که یک انسان بدعت گذاری، این عجیب نیست که یک انسان بدعت گذار و آدم خرافی بیاد و در این مستوای این خرافات قرار بگیره، فی مستوی المخرفین و المحوشین، یعنی خودش در سطح افرادی باشه که اهل خرافه پرستی و اهل این گونه افسانه ها باشن. این غریب نیست، عجیب نیست، خب یک فرد عادی هست، خودش بدعت زده هست، خودش بدعت گرا هست، خودش در این جریان و در این جرقه در واقع قرار بگیرد. میگه انما الغریب، غریب اینجا هست، عجیب اینجا هست، واقعا جای تعجب داره، جای شگفتی هست که ان یأتی شیخ المحدثین، که شیخ المحدثین بیاد، یعنی آقای صیغة الاسلام کلینی. عجیب اینجا هست که شیخ المحدثین اومده، اونم بعد جهاد طویل، بعد از یک جهاد و مبارزه بسیار طولانی، بلغ 20 عاما فی البحث و التنقیب، 20 سال تمام را صرف کرده در مورد بحث و تحقیق و بررسی از روایات، عن الحدیث صحیح، در مورد روایات صحیح، فیحشد فی کتابی تلک الروایات مرویات الکثیره، اونم بیاد بعد از 20 سال تحقیق بیاد این روایات رو که این گونه هستن وضعیتشون، اینها رو در کتاب خودش اضافه بکنه. فی حین ان عیوبها متنا و سندا لیست خفیتا بنحو تخفا علی من هو اقل منه علما و خبرتا به احوال الروات. این نقطش واقعا جالبه، میگه این روایاتی که شیخ المحدثین آورده در اینجا، در این کتاب ردیف کرده، اینها روایتی هستند که ضعفشون، متنشون از نظر متنی و سندی ضعفشون و خرافی بودن و بطلانشون بر هر کسی واضح و آشکاره، هر کسی که ادنا درجه از علم داشته باشه اینو میفهمه،
چگونه شیخ المحدثین اومده این روایت رو در کتاب خودش ذکر کرده. فی حین ان عیوبها، در صورتی که عیوب این روایت از نظر متنی و از نظر سندی لیست خفیتن، به اندازه پیچیده و پنهان نیست که بر کسی که کمتر از کلینی علم داشته باشد یا با احوال رواد آشنایی داشته باشد بر اون مخفی بشن، چه برسد به خود ثقت الاسلام کلینی یا شیخ المحدثین. و جاء العلماء والمحدثون من بعده فاحتزن الکافی، میگه متاسفانه محدثین و علما اومدن بعد از آقای کلینی، کتاب کلینی رو در بغل گرفتن. این روایت جالبه. فاحتزن الکافی و مروياته، این کتاب اصول کافی و مروياتش رو در آغوش گرفتن. لانه به نظر فریق لم يتخطى الروايات الصحيحه، زیرا بنابر نظر یکی از گروه ها و یکی از به اصطلاح طیفی که از درمیان شیعه هست که آقای کلینی فقط روایات صحیح رو آورده، به این بخانه که آقای کلینی فقط روایات صحیح رو آورده، اومدن این کتاب رو برداشتن و دارن در واقع تبلیغش میکنن. و به نظر فریق الاکثری جمع کمیتا کبیرتا من المرویات صحیحه، حداقل بنابر گروه دیگرش یک معتقد هستند که آقای کلینی روایات زیادی رو از روایات صحیح رو در اینجا چکار کرده؟ نقل کرده. یک گروه که معتقدن همش صحیح هست، اینو گرفتن و برداشتن. یک گروه دیگر میگن حداقل این که آقای کلینی اومده روایات زیادی رو در اینجا آورده و نقل کرده، الی جانب المرویات المکذوبه علی اهل البیت، با اینکه روایات مکذوبه در اینجا وجود دارند اما روایات صحیح هم وجود دارن. والفریقان مسئولان عن موقفهم هذا منهم، میگه هر دو گروه در بارگاه الله متعال مسئول هستند، بازخواست میشوند در مورد این موقفی و موضعی که درباره کتاب اصول کافی دارند، با این همه خرافات و با این همه روایات جعلی و روایاتی که معیوب هست از نظر متن و سند، باز هم اومدن این کتاب رو بزرگ کردن. میگوید که این علما و این محدثین به بارگاه الله متعال در واقع مسئول خواهند بود و باید پاسخگو باشند. خب این یک مطلب. من میخوام این چندین مطلب را کنار هم بگذارم. اعترافات تلخی هست از چند نفر و این چند تا مطلب را من کنار هم میگذارم. روایت مطلب دیگری در کتاب لؤلؤة البحرین اومده. لؤلؤة البحرین، این نظر آقای هاشم معروف بود در این کتاب الآثار فی الموضوعات و الأخبار. و در کتاب دیگری لؤلؤة البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، دوستان نمایش بدن این مطلب رو. این کتاب هست لؤلؤة البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، تعلیف العلامه المحدث الشهیر الشیخ یوسف ابن احمد البحرانی صاحب الحدائق، صاحب کتاب الحدائق الناظره، متوفای سال 1186. حققه و علق علیه العلامه الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم، بحر العلوم هم در این کتاب در واقع تعلیقاتی رو نوشتن، پاوریخی هایی رو. مکتب فخراوی هم این کتاب رو در واقع چاپ کرده. این هم صفحه اولش و مشخصات این کتاب. و در این کتاب یک فردی رو آورده معرفیش کرده به نام جمال الدین ابو منصور، جمال الدین ابو منصور الشیخ حسن. دو مطلب رو در اینجا میگه. من این مطلب رو به صورت کامل آوردم تا اینکه کسی نگوید که من این فقط یک جمله رو از یک کتاب گرفتم و ما قبل و ما بعدش رو نشان ندادم. در این کتاب میاد یک فردی رو معرفی میکند و میگوید در صفحه 43، در صفحه 43 میگوید که و اما سید شمس الدین، اما سید شمس الدین، در مورد سید شمس الدین میگوید السید السند، السيد السند السيد محمد و خاله المحقق المدقق الشيخ حسن. میگه این فرد هست، خود سید بوده، سند بوده، السيد محمد هست و خالش، و خال این سید شمس الدین کی هست؟ یک فردی هست به نام المحقق المدقق الشيخ حسن. شیخ حسن هست. میگه این سید شمس الدین و شیخ حسن، میگه فضلهما اشهر من ان ينكر، فضلهما اشهر من ان ينكر، فضیلتی که این دو بزرگوار دارند قابل انکار نیست. ولا سیما الشیخ حسن، خصوصا شیخ حسن که در واقع داییش هست. فانه کان فاضلا محققا مدققا و کان ينكر كثره تصنيف مع عدم تحريره و يبذل جهده في تحقيق مؤلفه وتحبيره. توضیح میده که ایشون واقعا سختگیر بودن در این موارد تحقیق و تصنیف و خیلی تدقیق داشتن. و مطلبی که من میخوام از اون استدلال بکنم در صفحه 44 اومده و به بعد اون صفحه 44 هست و در اینجا میگه و اما خاله،
خود شمس الدین رو تعریفش کرده و میگه کالش که شیخ حسن است. فإن تصانیفه على غایت من التحقیق و التدقیق، روایات این فرد و در واقع کتابه ها و تصانیفش بسیار محکمه، اهل تحقیق و تدقیق، درمون در نهایت تحقیق بوده. الا انه بما اصطلح علیه فی کتاب المنتقا، منتا اصطلاحی رو که این آقا ایجاد کرد در کتاب خودش به نام المنتقا، من عدم صحت الحدیث عنده، یک تعریف برای حدیث صحیح آورده بود. من اینو بارها نشون دادم خدمت بینندگان عزیز که از نظر عموم شیعه آقای هلی هست یا ابن طاووس یا بعد از اون افرادی که بودند شهید اول و شهید دوم و فرزندانشون و کسانی که حدیث صحیح رو تعریف کردن، گفتن حدیث صحیح روایتی هست که یک شیعی عادل، یک شیعی اثناعشری عادل این رو از یک شیعی اثناعشری عادل نقل بکند تا اینکه به امام معصوم برسد. این میشود تعریف حدیث صحیح نزد علمای شیعه و عموم شیعه این تعریف رو در واقع دارند. اما این آقا شیخ حسن یک اضافه بر این یک چیز رو شرط کرده بود، این یک تعریف خیلی سختری رو ایجاد کرده بود. میگوید که الا انه بما اصطلح علیه، منتها به خاطر اصطلاح جدیدی که این اضافه کرده بود در کتاب خودش المنتقا، مطلب این بوده من عدم صحت الحدیث عنده، که حدیث نزد ایشان صحیح قرار نمی گرفت، الا ما یرویه العدل الامامی، مگر اون روایتی که شیعه امامی عادل اون روایت بکنند، المنصوص علیه بالتوثیقی، که نصی وارد شده باشه بر موثق بودن این راوی، به شهادت ثقتین عدلین، دو نفر عادل و ثقه باید بیان شهادت بدن که این فرد عادل هست، اون وقت ما قبول میکنیم. شرط خیلی سختیه که دو نفر ثقه عادل بیان در مورد یک راوی شهادت بدهند که این راوی از دیدگاه ما ثقه و عادل هست، بعد از این روایت رو قبول میکرد. یعنی این خیلی سختگیر بوده نشان میده. منتها بعد از این مطلبی که مورد استدلال هست بعد از این هست و بعد توضیح میده که این مطلبی که از دیدگاه خودش صحیح بوده اینو به صحیح علامت گذاری میکرد، دوستان نمایش بدن این با سا و ها و یا این گونه علامت گذاری میکرده، ولی صحیح اند الاصحاب و روایتی که نزد دیگران صحیح بوده نزد خودش صحیح نبوده، این به سحر با سا و ها و را در واقع اینو علامت گذاری میکرده. ببینیم که نظر خود آقای بهرانی چی هست در این زمینه. نظر آقای بهرانی بعد از این که این دیدگاه را آورده نقل کرده، میگوید که و انت خبیرون، شما خوب میدانید، و انت خبیرون، شما میدونید که به انا فی عویل من اصل هذا الاصطلاح، و انت خبیر بان فی عویل من اصل هذا الاصطلاح، میگه شما که خبر داری ما دادیم داد و فریاد میکنیم از اصل این اصطلاح، یعنی همین که گفتن صحیح حدیث صحیح اون است که شیعه امامی عادل اون روایت بکنه، ما از خود این حرف پشی ایمان هستیم، یک اشتباهی کردیم توش افتادیم، داریم داد و فریاد میکنیم که اون نمیشه روایات اهل بیت رو با این تطبیق بدیم. و انت خبیر بان فی عویل من اصل هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد اقرب من الصلاح، این به فساد نزدیکتر از صلاح، این به درد ریشه مذهبمون رو میزنه، ریشه مذهب رو میزنه. حیث ان لازم منه لو وقف علیه اصحابه فساد الشریعه، اگر این کسانی که اومدن حدیث صحیح رو تعریف کردن هلی و دیگران، اگر خودشون بخوان تطبیقش بدن چی میشوند؟ فساد شریعت، دین ما از بین میره، فاسد میشه. و ربما انجر الى البدع الفظیعه، منجر به بدعت های خیلی سنگینی میشود. فانه متى كان الضعيف باصلاحه مع اضافه الموثق الیه كما جرى عليه في المدارك ليس بدليل شرعي بل هو كذب و بهتان، میگه با این اصطلاحی که اینها آوردن گفتن حدیث ضعیف، که هیچی حتی موثق هم جز حدیث ضعیف باشه، این که و این در واقع حدیث موثق و حدیث ضعیف در واقع جز کذب و بهتان است، مع ان ما عداهما من الصحيح والحسن ان لا يفيان لهما الا بالقليل من الاحكام، این اعتراف تلخی است از کسی در حد بهرانی صاحب کتابی که گفته بود در جواهر. میگوید که مع ان ما عداهما، که غیر از اینها رو وقتی که ما میخواییم که بررسی بکنیم، مع ان ما عداهما، غیر از این روایتی که وجود داره، یعنی روایت موثق و روایت ضعیف، اینها رو بگذاریم کنار، روایت موثق و ضعیف، روایات دیگری که در اینجا هستن، من الحدیث و الحسن، من الصحیح و الحسن، دو روایت دیگر که یعنی بخش روایت، روایت صحیح و حسن باشه، لا یفیان لهما الا بالقلیل من الاحکام، اونها هیچ چیزی رو ثابت نمی کنن مگر احکام اندکی رو،
اگر بخوایم که ما روایات صحیح و حسن را فقط معتبر قرار بدیم، در شریعت اسلامی فقط احکام خیلی اندکی رو میشه ثابت کرد. فإلام یرجعون فی باقی الاحکام الشرعیه، در بقیه احکام شرعی میخوان چیکار بکنن؟ اگر قرار باشه که روایات موثق و ضعیف و قبول نکنن، دین از کجا میخوان ثابت بکنن؟ ولا سیما اصولها، این اصول شریعت رو از کجا میخوان ثابت بکنن؟ و فضائل الائمه، فضائل ائمه رو از کجا ثابت میکنن؟ و عصمتهم و بیان فضائلهم و کراماتهم و نحو ذلک، عصمتشون، بیان فضائلشون، کراماتشون، اینها میخوان چیکار از کجا ثابت بکنن؟ و اذا نظرت الى اصول الکافی، به طور مثال میگه اگر شما برید کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، و امثاله امثال کافی رو، وجدت جله و اکثره انما هو من هذا القسم الذي اطرحوه، بیشترین قسم این کتاب از اون روایاتی هست که این آقایون اون دور انداختند. عجب. اگر کتاب اصول کافی و امثالش رو نگاه بکنید، بیشترین این کتاب روایاتش جز روایاتی از این آقایون، آقایونی که معتقد به روایت صحیح هستن، کل این کتاب، اکثر این کتاب رو در واقع دور انداختن. و لهذا ترى جمله منهم لزيق الخناق خرج من اصطلاحهم في مواضع عديده، میگه بدین خاطر وقتی که خود کسانی که این روایت حدیث رو اومدن و حدیث صحیح رو تعریف کردن، از جای به تنگنا اومدن، خودشون این اصل خودشون رها کردن، چون کافیه تنگ روایت شاعر به جفنگ. بله. و تسطر به اعذار غیر سدیده، یک عذرهای و بهانه‌های بیجای آوردند که نه این روایت رو باید قبول بکنیم، نمیدونم قرائن داره، شواهد داره، فلانی نمیدونم که ثقه بوده، امام بوده و فلان، از این حرفا. و اذا کان الحال هذه في اصل، و اذا کان الحال، این مطلب رو میگه، یعنی دو تا روایت تعریف صحیح رو در کنار هم قرار میده، روایتی که آقای شیخ حسن گفته بود که برای این که یک عدالت یک شیعه ثابت بشود، دو نفر شیعه عادل و ثقه باید بیاند گواهی بدن، شهادت بدن، اون روایت رو، اون تعریف رو با این تعریف در جا مطلب میکنه. حالا این دو تا شاهدم که میخواد عادل باشن، برای اینو دو تا شاهد دیگه لازم است که عدالتی باشه، چهار نفر دیگه باید که اونا رو باید توثیق بکنیم. میگه و اذا کان الحال هذه في اصل هذا الاصطلاح، میگه وقتی که این در اصل اصطلاحمون، تعریف ضعیفتر حدیث صحیح رو وقتی ما بگیریم، درجه دومش رو بگیریم، فکیف الحال فی اصطلاح صاحب المنتقا، اگر بخوایم این اصطلاح صاحب منتقا شیخ حسن رو بیایم اجرا بکنیم، اون وقت دیگه چی میشود؟ یعنی هیچی باقی نمیماند. و تخصیص صحیح به ما ذکرهم مع هذه و ما هذه الا غفلت ظاهره، میگین یک نوع غفلتی، شما نمیدونید، با این کارتون ریشه مذهب رو از بین میبرید. و اینجا در این مطلب که در آخر مطلب واقعا جالب میگه، میگه والواجب، اینو من خطاب میکنم به تمام علمای شیعه، به تمام علمای شیعه، عوام شیعه، محققین و در واقع طلاب و مراجع شیعه، که قول من نیست و قول خود بزرگان شیعه هست، میگوید که والواجب، اون چیزی که بر ما واجب هست الان چی هست؟ اما الاخذ بهذه الاخبار، یا ما تمام این روایت رو باید قبول بکنیم، صرف نظر بکنیم از صحیح و ضعیف و نمیدونم این اصطلاحاتی که اهل سنت آوردن، ضعیف و نمیدونم فلان، یا اینها رو، تمام این روایات رو به همین گونه که هست، با وجود این که فقط یک نفرشون 100 هزار روایت اضافه کرده، همه اینها رو چشم بسته قبول بکنیم. والواجب اما الاخذ بهذه الاخبار، یا تمام این اخبار رو بگیریم، کما هو علیه متقدم علماءنا الاخبار، همان گونه که گذشته ما این کار رو کردن، هر روایتی که می اومده اونا جز در واقع روایت صحیح قرار میدادن. او تحصیل دین غیر هذا الدین، یا برن سراغ یک دین دیگه. آقایون شیعه، یا این که تمام روایاتی که وجود داره با روایات جعلی که ابوالخطاب اضافه کرده، مغیرت ابن سعید و صدها روایت، صدها هزار روایتی که جعل شده، یا این که این روایات را قبول بکنید، یا بروید یک دین دیگری غیر از دین اسلام، دین اسلام که هیچی، که دین اهل سنت و الجماعت، غیر از دین شیعه و روایت شیعه باید انتخاب بکنید. و شریعت اخرى غیر هذه الشریعه، یک شریعت دیگر غیر از این شریعت رو بیرون برای خودتون پیدا بکنید. به چه خاطر؟ لنقصانها و عدم تمامها، لعدم دلیل على جمله من احکامها، زیرا که این مذهب شما و دین شما بسیاری از احکامش و مسائلش دلیل ندارن. و در آخر میگه ولا اراهم یلتزمون شیئا من الامر، فکر نمی کنم که علمای شیعه هر یکی از این دو نفر، دو گزینه رو قبول بکنن، نمیتونن قبول بکنن. اگر اولی رو قبول بکنن، یعنی هر چی در کتاب ها هست اینو قبول بکنن، خب بازم تیشه اسلام، در واقع بریشه اسلام زدن، بازم دین از بین میره. من قبلا اعلام کردم برای این که یک شیعه عاقل به حقیقت برسد و برای ابطال دین اسلام، برای نابودی دین اسلام، فقط اصول کافی هست.
همین مطلب رو در اینجا میگه. به خاطر همین اسمش رو کافی گذاشت. بله. به این خاطر میگه که من فکر نمی کنم که علمای شیعه یکی از این دو گزینه رو بتونند انتخاب بکنند، در صورتی که گزینه سومی وجود نداره. یا اینها رو همه رو قبول بکنید یا برید سراغ یک دین دیگر. میگه ولا اراهم یلتزمون شیئا من الامرین، نمیتونند هیچ کدام از این دو امر رو قبول بکنند. ما انه لا ثالث لهما فی البین، در این وسط گزینه سومی برای علمای شیعه وجود نداره. و شما خسته شدید انگار. اجازه بدید یک نقطه دیگر، نقطه پایانی رو در این زمینه بگم. من فکر میکنم دیگه باید با این برنامه دیگه این برنامه رو تعطیل بکنیم، حجت بی حجتی. اگر بر انسان عاقل، یعنی فکر نکنم دیگه بیشتر از این دلیل داشته. اتفاقا همین مطلب رو آقای سید جعفر مرتضی عاملی میگه. همین مطلبی شما میگه باید تعطیل بکنیم، همین مطلب را سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب خودش آورده و مطلب را اشاره کرده. دوستان اینو نمایش بدن، کتاب معصات الزهرا هست، کتاب معصات الزهرا، سماحت العلامه المحقق اینو نوشته، از سید جعفر مرتضی العاملی، معصات الزهرا علیه السلام، در مورد حضرت زهرا، شبهات و ردود، شبه ها و ردیه هایی است در این کتاب جمع آوری کرده، جزء اولش هست، دار السیره بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب و در صفحه اولش که شبکه فکر اینو اضافه کردن، در نت گذاشتن معصات الزهرا، اینم صفحه عنوان این کتاب هست، اون صفحه جلدش بود، اینم صفحه مشخصاتش که جمیع الحقوق تبع محفوظتون لدار السیره 1417 این کتاب چاپ شده، چاپ اولش هست، و دار السیره بیروت لبنان و آدرسی که در اینجا زدیم. در اینجا یک مطلبی رو میاره، بعد از این که روایاتی رو آورده و نقل میکند این روایات رو و یک سری اشکالاتی هست، دوباره این میخواد جوابش بده در ابتدای کتاب خودش، و این مطلب رو در اینجا میآورد. میگه که مطلب ششم هست، انه لیس من حق احد ان یطلب من الناس ان یقتصروا فی ما یثیرونه من قضایا علی ما ورد عن النبی صلی الله علیه وسلم والائمه علیهم السلام باسانید صحیحه وفق المعایر الرجالیه فی توثیق رجال السند. این مطلب دیگه در همون عمق مطلب و قضیه هست. میگه که هیچ کسی حق ندارد که مردم رو مجبور بکنه که شما باید حتما بر روایات صحیح عمل بکنید. شما نمیتونید مردم رو مجبور بکنید که فقط روایات صحیح رو بگیرید، روایات ضعیف و بقیه رو ویل بکنید. انه لیس من حق، من حق احد، هیچ کس این حق رو ندارد که ان یطلب من الناس، که از مردم این خواسته رو بخواهد که ان یقتصروا فی ما یثیرونه من قضایا، که در مسائلی رو که مطرح میکنند، خود این معصات زهرا و در واقع قضیه حمله به خانه فاطمه زهرا رو مطرح میکنه، روایات خب همه جعلی و ضعیفه، این بنده خدا اومده در یک مقاله این روایت رو آورده و مردم اعتراض کردند بهش، علما اعتراض کردند، میگه که شما حق ندارید که مردم رو مجبور بکنید در نظری داره در قضیه که مطرح میکنه حتما باید روایات صحیح رو چکار بکنه، قبول بکنه. الا قضا الا ما ورد عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم والائمه عليهم السلام باسانيد صحيحه وفق المعايير الرجاليه في توثيق رجال السند، که اون حدیث صحیح رو بخوایم بر اساس تعریفی که علما کردن بیان اون رو تطبیق بدیم بر قضیه. من خودم یک نظری دارم، خب نظر من هست میگم، ولی اینکه مستدل من روایتی که من استدلال کردم روایت ضعیفی باشه، شما نمیتونید من رو مجبور بکنید فقط روایت صحیح رو قبول بکنند بر اساس معیاری که محدثین شیعه داشتن. میگه که لان ذلک معناه، زیرا که معنای این حرف میدونی چی هست؟ اگر قرار باشه که علمای شیعه فقط روایت صحیح رو عمل بکنند، میدونی معنیش چی هست؟ معنیش این لان ذلک معناه ان یسکت الناس كلهم عن الحديث، که مردم حرف حدیث رو نزنند دیگه، تعطیل بکنن. نگو که امام جعفر صادق گفته، باقر گفته، رسول الله گفته، تعطیل بکنید این قضیه رو. فی جل القضايا والمسائل، در اکثر قضايا و مسائل، دینیتا کانت او تاریخیتا او غیرها، صرف نظر این نیست که قضايا دینی باشه، تاریخی باشه یا غیرش، باید حرف حدیث صحیح رو در میان قیدش رو بزنید. اصلا کل این اصطلاح حدیث صحیح و نمیدونم فلان و این محدثین و اصول حدیثی، تمام اینها رو کنار بگذارید. اضافه بر این مطلب جالبتری رو داره، میگه بل ان هذا الذي يطلب ذلك من الناس، این آقایونی که میخوان دعوت میدن که مردم باید روایات صحیح رو عمل بکنن، این همه در شبکه هاشون اعلام میکنن آقای ما روایات صحیح داریم، چندین روایت صحیح متواتر در باب اثبات امامت داریم، ادعاهای پوچی که در واقع میکنن، و با بررسی کتاب اصول کافی برای همگان واضح شده که روایت صحیح وجود نداره.
منتها این تعبیر خود این آقایون هست. میگه بل ان هذا الذي يطلب ذلك، آقای عاملی جعفر مرتضی عاملی میگه که بل ان هذا الذي يطلب ذلك من الناس، این کسی که مردم رو دعوت میده که فقط روایت صحیح رو عمل بکنید، لو اراد هو ان يختصر في كلامه على خصوص القضايا التي وردت باسانيد صحيحه، این آقای خودش در مردم دعوت میکنه به حدیث صحیح، اگر خودش بخواد در مورد مطالبی که برای مردم بیان میکنه، اگر خودش فقط و فقط روایت صحیح رو بگیرد و بر خودش این الزام رو بزند و خودش رو مجبور بکند که فقط روایت صحیح رو بیان بکند، که روایت صحیح التي وردت باسانید صحیحه عن المعصومین، فسيجد نفسه مضطرا الى السکوت، لازمش اینه که باید دم فرو بندد. اگر قرار بر این باشه که خود این آقا فقط و فقط روایات صحیح از معصومین رو بیان بکنه، باید سکوت بکند. و الجلوس فی بیتی، برای در خونه بنشیند، دیگه نیازی نیست که بیاد روی منبر و روی جلوی ماهواره حرفی رو بزند. لانه لن یجد الا النظر الیسیر، زیرا که پیدا نمی کند روایات صحیح رو از ائمه مگر بسیار پراکنده و اندک، الذی سیستنفده خلال ایام او اقل من ذلک، در ظرف چند روز این همه روایات صحیح کلان از بین میره، خب بعدش میخواد چیکار بکنه؟ مجبوره که دیگه حدیث بسازه، خرافات رو به خورد مردم بده، افسانه تعریف بکنه و هر روز یک مناسبتی رو ایجاد بکنن. امروز نمیدونم دهه فلان است و فردا دهه شعبانیه هست و فردا سالگرد ولادت فلان و وفات فلان، از این مسائل رو باید ایجاد بکنن تا اینکه در واقع بیانت و بتونند که مذهب رو نگه دارند. آقای خمینی بیجا نگفته بود که این محرم و سفر هست که اسلام رو زنده نگه دارند. اگر برگردن به اصول کافی روایات صحیحشون، اسلام از بین میره. فقط با این مناسبت ها هست که باید بیاند و در واقع این مذهب خودشون رو نگه دارن. من بارها گفتم هر شیعه منصفی که از کنه مذهب و از حقیقت مذهب خودش آگاه بشود، مطمئنن از مذهب شیعه برمیگرده. هر شیعه ای که مذهب شناس باشد، مذهب خودش را بشناسد، از این مذهب برمیگردد. و هر شیعه حق جویی که اصول کافی را با بی‌طرفی و جانبداری و بدون تعصب بیاد مطالعه بکند، مطمئنن به بطلان مذهب خودش پی میبرد. اگر بدون تعصب این کتاب را مطالعه بکند، مطمئنن به این نتیجه میرسد که مذهبش هم در واقع باطل هست. و هر شیعه‌ای که پس بنابراین علمای شیعه از دو گزینه باید یکی را انتخاب بکنند، همون گونه که علمای خودشون گفتند، یا از ادعای صحت درس بردارند که مذهب ما مذهب صحیح از روایات صحیح دارند، یا اینکه به قول آقای بهرانی برن سراغ یک دین دیگر برای خودشون بگردن و متاسفانه هیچ کدام از این رو نمیتونند کم انتخاب بکنند. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، من یعنی برای من جالب بود که شخصی مثل قزوینی در نخست ادعا میکرد که بله خانه حضرت زهرا رو آتیش زدن و فلان کردن، همین روایت دروغینی که دارن، مدتی اینو تبلیغ میکرد در شبکه سلام. بعد که رفت مستقله و خلاصه اونجا آبروش رفت، گفت نه فقط یک روایت هست و اونم روایت نمیدونم یکی از روایات اهل سنت کنم، قضیه خوابی است از این حرفا. جالب بود که دو هفته قبل ما دوران نوسته که نشون دادیم که رفته بود سراغ کتاب سلیم ابن قیس هلالی، از اون کتاب میخواست ثابت بکنه برای یک بیننده که همچین واقعی رخ داده. از همه اینا جالب تر اینه که میگه این کتاب های ما، این روایت های ما نور دارن، که ایشون همیشه هر موقعی که به سراغ برق قطع میشه دیگه از این کتابا استفاده میکنم برای روشنایی. اگر موافق باشید من کلیپشو براتون بذارم برای بینندگان. جالب از بعد از این بیانات شیوایی که شما در مورد این کتابهای اینا فرمودید. دوستان اگر بتونن صدا رو پخش کنن. یعنی شما بیایید 50 صفحه صحیح بخاری رو مطالعه کنید، 50 صفحه بیایید مثلا کافی رو مطالعه کنید بدون تعصب، اون وقت ببینید واقعا همونطوری که خود ائمه علیهم السلام فرمود، کلام ما نور دارد. اگر یک روایت دیدید نور ندارد، بدانید کلام ما نیست. جناب مولانا 50 صفحه اصول کافی بخونید، 50 صفحه هم بخاری بخونید، ببینید که کافی نور داره و بخاری نور نداره.
دیگه اینا مثل کاریکاتورایی که میکشیدن زیرش مینوشتن بدون شرح، اینو بعد بدون شرح دیگه نیازی به با این مطالبی که از خود کتب شیعه من بیان کردم، از علمای شیعه، کسانی که صدها برابر مرتبه شون از این آقا از نظر علم و درایت و تحقیق بالاتر هست و اعتبار بیشتری دارن، حرف این علما رو ما دیدیم که یا باید برند در واقع از این ادعا دست بردارن، یا دین دیگری رو برند انتخاب بکنند، یا به قول سید جعفر مرتضی عاملی اگر میخوام که فقط حدیث صحیح و نوردار بگن، یه دو سه روز بیان اینجا در واقع جلوی تلویزیون، بعدش هم برن تو خونه بنشینن. دیگه روایت دیگری متاسفانه بیشتر از این وجود نداره که بخوان هر روز برنامه برن. جزاکم الله خیر. قضاوت با شما بینندگان عزیز و گرامی است. بارها در این برنامه و در برنامه دیگه این شبکه روایت اصول کافی خدمت شما بزرگواران بیان شده و یکی از روایات پرنور کتاب اصول کافی این است که قرآنی که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده 17000 آیه است. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب، بدور از خرافات. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 20-44-20-35-19-30-66 20-44-33-20-14-33. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق، لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش‌های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته‌هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق، منتظر صدای گرمتان. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. همینطور که میبینید تلفن رو دوستان آماده کردن و شماره تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد. فقط اگر جناب استاد در حدود 5 دقیقه، همیشه ما از وقت بینندگان میدیم به شما در این برنامه، مطالبی فکر کنم مونده در مورد ابوالخطاب و مغیره و ربطشون در مورد خود ما تا حالا روایت خود این باب رو بررسی نکردیم از نظر سندی و متنشون، خدمت بینندگان عزیز نیاز داشت که اینها رو معرفی بکنیم. اما اگر برسیم در هفته آینده، و فقط من تا وقتی که تماس بینندگان انشاءالله وصل بشه یک مطلبی رو در مورد اهانت هایی که بزرگان شیعه به ائمه کردند، قبلا یه اشاره‌ای رو داشتیم در این زمینه، اینو انشاءالله خدمت بینندگان عرض میکنم و در خدمت شما و بینندگان انشاءالله خواهیم بود. اون کسانی که در مذهب شیعه اعتبار بیشتری رو دارند، اونها اهانت های بزرگتری رو به ائمه کردند. مانند همین ابوالخطابی که بوده که خودشون اصلا نماینده امام صادق رحمت الله علیه میدونسته، یا زراری که مثلا جز افقه الاولین بوده که امام باقر، امام صادق میاد اگر زراری نبود روایات پدر من کلا از بین میرفت، افقه اولین یعنی جز افراد برتر و ائمه برترشون بوده، یا مانند ابو بصیر که جز همین انسانها و راویان برترشون هست. جالب است که 4 تا ابو بصیر دارن، بهترینشون همین ابو بصیر خودمون
هست که بارها خدمت بینندگان اینو اومدیم و روایتش رو در واقع بررسی کردیم. من فقط در مورد تا اندازه‌ای که شما فرصت بدید من چند مطلب رو بیان می‌کنم. اولا این خود این زراره که برترین افراد بوده این اهانت‌هایی رو داره هم به امام باقر و هم به امام جعفر صادق رحمت الله علیه. در مورد امام باقر میگوید که شیخ لا علم له بالخصومه، این پیرمردی است که حرف زدن خودش هم بلد نیست. بعد از این در ادامه این روایت اومده و گفته که نه بعدا من اشتباه بودم. اما خود افقه الاولینی که در دل خودش حتی مثلا در مورد امام چنین قضاوتی رو بکنه معلوم می شود که چنین فردی در واقع امام ولایی که به ائمه داره این ولای واقعی در واقع نیست، ایمان واقعی به ائمه نداره. با توجه به این که خود این زراره و خود این ابوبصیر جزء متحیرین بودند، کسانی که بعد از وفات ائمه خودشون دچار شک و تردید و تحیر شدن. آقای زراره در مورد امام ابو عبدالله یک مطلب بسیار زشتی رو در واقع بیان کرده و سوال کرده از امام ابو عبدالله در مورد التحیات که تحیات چیه؟ چجوری باید التحیات رو بخونین؟ دوستان عزیز این رو نمایش بدن، کتاب رجال کشی هست و صفحه 120 این کتاب و در مورد زرارت ابن اعیون مطلبی رو در اینجا بیان کرده و در صفحه 120 هست. در اینجا مطلبی میگه که میگه که زراره میگه که من از ابو عبدالله در مورد تشهد سوال کردم. امام گفتم تشهد چیه؟ امام گفت که اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. من گفتم که همین اول تشهد مگه از اینجا شروع میشه؟ گفتم که التحیات و الصلاه. اینجوری نیست از تشهد که میگه التحیات و الصلاه الاخر. میگه امام هم از حرف خودش برگشت و به من گفت التحیات و الصلاه، همین حرفی رو که من میزدم. میگه من از اون رفتم و گفتم که فردا بیام دوباره سوالش میکنم ببینم امام جعفر صادق التحیات رو بلده یا بلد نیست. میگه فرداش اومدم و سوالش کردم در مورد التحیات، گفت اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. باز من گفتم که امام التحیات و الصلوات. امام هم برگشت و گفت نه همینه که شما میگید التحیات و الصلوات. دو دل خودم گفتم که امروز که چی، فردا برای بارسان پس میام سوالش میکنم این تحیات بلده یا بلد نیست. میگه اومدم سوال کردم، بازم دیدم که امام همون حرف قبلیشو میده، میگه اشهد الله اله الا الله. بهش گفتم که امام تشهد اینه که التحیات و الصلوات، اینجوری هست با این جملات شروع میشه. بعد در اینجا میگه قال التحیات و الصلوات. امام هم برگشت به حرف من، میگه فلم ما خرجت زردت فی لحیتی و قلت لا يفلح ابدا. البته این اینجا تحریف کردم، من نمیدونم اگه شما این فایل رو از این داشته باشید که اصل روایت در اینجا زرت فی لحیته هست. این ترجمه شو من نمیخوام ترجمه بکنم، یعنی حرف کوچه و بازاری هست که این در واقع به امام معصوم خودش زده. و همچنین این در مورد امام میگوید که در همین کتاب در صفحه 112 مطلبی رو در اینجا داره در مورد امام و میگوید که و صاحبكم هذا ليس له بصر بكلام الرجال، این امام شما با کلام آشنا نیست، یعنی نمیتونه که چطوری با مردم در واقع صحبت بکنه. اینم بازم در مورد خود امام ابو عبدالله است. قلت لابي عبد الله ان زراره روى عنك في الاستطاعه، در مورد یک مسئله فقهی دیگر در مورد استطاعه حج. بعد از این در آخر زراره میاد و میگوید که انه قد اعطان الاستطاعه من حيث لا يعلم و صاحبكم هذا، این امام شما یعنی امام جعفر صادق ليس له بصر بكلام الرجال، این آقا از کلام مردم در واقع خبر ندارد. و همچنین در صفحه قبل از این درباره همین ابن مسکان روایت میکند درباره زراره که میگه زراره میگفت که رحم الله ابا جعفر، زراره میگفت خدا ابو جعفر را رحمت بکنه امام باقر را. اما جعفر فإن في قلبي عليه لفتتو، اما در مورد جعفر من تو دلم یک چیزی هست. فقلت له و ما حمل زراره على ذلك، چرا زراره این حرف رو میزند؟ گفت که حمله على هذا ان ابا عبدالله اخرج مخازیه، بدین خاطر بوده که امام ابو عبدالله رسوایی هاشو بیان کرده، اینو رسوا کرده در میان مردم. و همچنین مطلب دیگری که در اینجا بیان کرده باز هم روایت خیلی چندشاوری هست و خود امین زراره هست، میگوید که ان عطیت علی ابن عطیه عن زراره، در از زراره نقل شده قال والله لو حدثت بكل ما سمعته من ابي عبد الله لن تفخذ ذكور الرجال على الخشب، میگه هر چیزی رو که من اگر از امام عبدالله شنیدم و بخیش من نمیتونم ترجمه بکنم، این دوستان لطفی بکنند زنگ بزنند به همین آقایون و علمایشی از اونها بپرسند که این دوتا مطلب رو که من در اینجا آوردم ترجمه نکردم، این دوتا مطلب رو برایشون ترجمه بکنند تا اینکه پی ببرند که بزرگان شیعه راویان شیعه چه اهانت
هایی رو به ائمه بزرگوار و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روا داشتن. در این زمینه مطالب زیادی رو من یادداشت کردم، منتها به این اندازه بسنده میکنم و وقت رو میدیم به بینندگان عزیز. بله، جزاکم الله خیر. برای بینندگان عزیز و گرامی، موضوع برنامه ما امشب امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه و اهانت ها و توهین هایی که مدعیان دروغین تشیع به ایشون کردن. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله، سلام علیکم آقای انصاری، خدمت شما سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت خدمت مولانا صاحب عبدالقدیس دیقان همچنان. سلامت باشید برادر عزیز. بفرمایید. بسیار تشکر میکنم از برنامه بسیار زیبایتون، از روشنگریتون که مسائل اسلام و یک تا پرستی رو به مردم روشن ساخته. و خالد هستم، معرفی نگردم، ببخشید. بفرمایید برادر عزیز، در خدمت شما هستم. بله بله، شما در موضوع کتاب های اهل تشیع گفتید، اگر یک مسلمان که هیچی، اگر یک مسیحی یعنی نصارا یهود یا به کتاب های اینا مراجعه بکنه بخونه، نه تنها که اسلام نمیاره، اگر ببینه شما تو رو خدا در مذهب اینا ببینه دروغ آمدن عبادت دانستن، زنا رو آمدن صیغه دانستن عبادت دانستن. یعنی کسی بیا مثلا یک زن در روز 12 ساعت، یعنی در روز 24 ساعت، حالا اگر هر دو ساعت بیا صیغه بکنه میشه چند؟ 12 بار. اینا عبادت دانستن، میتونن بیشتر هم این کارو بکنن چون عبادت است. یا فوش و لعن و نفرین اینا عبادت دانستن. خب وقتی کتاب اینا رو اگر یک مسیحی مراجعه بکنه، نه تنها که اسلام قبول نمیکنه، حتی مسیحیت هم رد میکنه، میگه این بابا این چی است، بابا من لادین میشم، میگه دیگه اصلا مشرک میشم. تو رو خدا شما خودتون فکر کنید چی دارن اینا به غیر از فوش و لعن و نفرین در مذهب اینا، چیز دیگه میشه پیدا بکنی؟ درست، هر روز لعن فوش نفرین. همین آقای دروغوی چوپان میشناسی که 1111 آبروی تمام مسلمان ها را برده، تشت رسواییشانه که از فضا به پایین انداخته، الحمدلله شکر همه میشناسنش دیگه، نیازی نداره که دیگه کسی اونو ببینه. به خدا از قیافهش مشخص است یک دروغوی، واقعا آبروی دروغوی هم اتاب برده. از شعرش پیدا، تا زمانی که صحبت میکنن، چند روز پیش بچه های میدونی میخندیدن کتاب های اینا رو که شما میخوندی، بچه یه پسر دارم 10 سالشه، بگه پدر آخرینا شیام مسلمان هم؟ بگم بله مسلمان هم. بگه پس ببین اینا که همه دروغ، کتاب های اینا رو بخوان، آبرو ریزی، فوش، لعن، نفرین، زنا، همه چیزایی که شما نشان دادی خب همه واقعیت داره. درست، من خودم تو سج زدم، تو همین کامپیوتر نشانش دادم، گفتم بگی بخوام پسرم ببین، گفتم اینا اسلام فقط اسمشان اسلام است، از روزی که ابن سبا یهودی مذهب اینا رو پایه‌گذاری کرده، فقط ضربه زدن به بیخ اسلام، سنت پیامبر است، اینا وظیفه دیگه ندارن. کتاباشون پر از مزخرفات است. بله، تو تشکر می‌کنم، اینا رو بخونی دیگه چیزی نمیمونه. بله، تشکر خالد جان، برادر گرامی، الله متعال شما رو حفظ کنه. شما رو همچنان سلام رو با جناب استاد محترم عبدالقدیس دیقانم برسانید. علیکم علیه السلام. سلام علیکم. جزاکم الله خیر. تشکر شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، شب بخیر. جناب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قبول. زنده باشید. میشه خودتون رو معرفی بفرمایید؟ بله، خسرو پرویز کیانی. آقای کیانی بفرمایید برادر گرامی. جناب آقای انصاری، از ادب میکنم خدمت مهمان عزیزتون. سلامت باشید. تو یکی از این سخنرانی که یکی از مجریای تلویزیون از یه سید والا مقام روحانی بزرگی میپرسه، میگه موقع که حضرت رسول الله به معراج رفت با چه زبانی با خدا صحبت میکرد؟ با کمال وقاحت و بی‌شرمی میگه با زبان علی. الله مسته عنایت بفرما، با زبان علی با خدا صحبت میکرد. الله مسته پیامبر خدا با زبان علی. بله. آقای کیاری، برادر بزرگوار، اگر صدای تلویزیونتون رو ببندید با گوشی تلفن صحبت کنید. چشم. من سوال ممکنه در رابطه با برنامه امشب حضرت علی نباشه، اما یه روز گوش دادم، فرمودید که کدوم آیت الله بود که گفته بود زبان پارسی زبان جهنمی است؟ باید بدونم. بله. چون خود محل تحقیقم. درست، من همین الان برادر عزیز و گرامی خدمت شما نشون میدم این توهین به فارس ها
در کتاب الکافی، این کتاب اصول کافی است، در صفحه 347 روایت هفتم که کسی رو حضرت علی زنده میکنه، بعد میگه که این شخص اول عرب بوده، وقتی که دوباره زنده میشه داره فارسی صحبت میکنه، میگه چرا فارسی صحبت میکنی؟ میگه به خاطر اینکه من عمر و ابوبکر رو دوست داشتم، من رو فرستادن جهنم. مازندرانی هم در شرح این حدیث میگه که زبان اهل جهنم فارسی است. تشکر. سوال دیگری هم دارید؟ ممنون، متشکر. قربان لطفتون، متشکر. خدا نگه دارید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بله، بفرمایید بیننده گرامی. خسته نباشید. آقای انصاری، شما وقتی یک کتاب میارید میخونید، خوب هست که درست بخونید. من در برنامه قبلیتون کتاب الانوار نعمانیه رو آوردین و خواستید بگید که آقای محمد باقر مجلسی چرخ و هروئین میکشه، چند بار این رو گفتید. محمد باقر مجلسی نگفتم برادر گرامی، شما مثل این که دقت نفرمودید. تقی مجلسی. تقی مجلسی، بله، پدر ایشون رو گفتین، بعد به خودشون هم نسبت دادید. نه، به خودش نسبت ندادم. تهمت نزنید، به خودش نسبت ندادم. خرافات نوشتن تو کتاب بهار الانوار، ایشون خرافات. خب وقتی کسی پدرش آقای گرامی، کسی که پدرش چرسی باشه، کسی که پدرش چرسی باشه، شما میگین کسی که پدرش معتاد باشه، کسی که پدرش معتاد باشه، شما از بچه‌ش چه توقع دارید؟ اگر معتاد نبود، اگر معتاد نبود و چرس نمیزد، به حضرت فاطمه زهرا و حضرت علی توهین نمی‌کرد. آقای محترم، این موضوع برنامه ما نیست. در آن روی سکه زنگ بزنید. من مفصل در این مورد با شما صحبت می‌کنم و ثابت خواهم کرد که تقی مجلسی چرس می‌زده. در مورد برنامه امروز، در مورد برنامه امشب اگر که مطلبی دارید بفرمایید. بله، من این کتابو آوردم، چرس ننوشته، نوشته حشیشه توتون. آقای محترم، همش در موردش. آقای محترم، دروغ می‌خواید بگید؟ آقای محترم، در مورد برنامه امروز ما اگر مطلبی دارید بفرمایید. با شما صحبت می‌کنم. آقای عبدالقدوس، من با شما صحبت می‌کنم. برای سلام علیکم بفرمایید. شما در شأن جناب مولانا نیستید که با ایشون صحبت بکنید. شما اول برید اون روایت‌هایی که در کتاباتون اومده اونا رو جمع بکنید. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. بله، سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خدمت شما و مولانا عرض سلام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. جناب انصاری، من شیعه هدایت یافته هستم و الان دو تا سوال توحیدی خیلی مهم به نظرم میرسه که میخوام از جناب مولانا سوال کنم. اگر در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید فکر کنم بهتر خواهد بود. یا بعد از برنامه تماس بگیرید انشالله. بعد از برنامه تماس بگیرید جناب مولانا، انشالله در خدمت شما خواهند بود. خیلی کوتاه میگم، اگر مولانا جواب منو بدن خیلی متشکر میشم. بفرمایید. خیلی کوتاه. اونجایی که زنده باشید، اونجایی که خداوند متعال در قرآن میفرماید الله نور السماوات والارض، منظور چیه و آیا واقعا خداوند نور هست؟ و سوال دومم این که اونجایی که خداوند میفرماید ما انسان را با دو دست خود آفریدن، منظور خداوند چیه و آیا خداوند که دست نداره پس چرا اینجا گفته که من انسان را با دو دست به یدینه با دو دست خود آفریدم؟ باشه، چشم. ممنون میشه چشم. در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. خداحافظ. خدا نگهدار. بله، سلام علیکم، بیننده گرامی، بفرمایید. الو. بله، سلام علیکم، بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز. ممنون از برنامه خودتون، همین میخواستم سلامت باشید. تعاملی کنم و خیلی خوبه. تشکر از شما. موفق باشید. خدا. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. شبکه وصال حق.
شبکه وصال حق، صدا شما داره پخش میشه بیننده گرامی، بفرمایید. همه جلوتر همه برادری که صحبت کرد که گفت مولای عبدالقدس گفت که شما دروغ بگیم، همه امشب بله همه امشب همه امشب که من ساعت 7 ازاکو با نماینده ولی فقیر صحبت میکرد و گفت که کاتب حضرت محمد کاتب وای حضرت علی بوده، بعد از حضرت علی کاتب وای حضرت علی از فاطمه بوده، همه هم دوزه بزرگ ماده نماینده خود ولی تغییر صحبت میکرد بگرمیر شهر بریم شما بعد ایسا کد بعد چیزای دیگه خود بوده، همین فقط امروز ساعت 7 ایسا کد نماینده ولی تغییر کانال 7 صحبت میکرد. درست، تشکر از شما، تشکر برادر عزیز گرامی، تشکر از شما. نباشین، خدا خدا نگهدارتون. خب جناب استاد، ما حدود 5 دقیقه وقت داریم. این دو تا سوال توحیدی برادر عزیزمون، یکی که الله سبحانه و تعالی نور است و دیگر این که دو دست الله سبحانه و تعالی که میگه با دو دست خود انسان را آفریده. در مورد صفات الله متعال و ویژگی هایی که الله متعال دارن، نامه ها و صفات الله متعال، ما اعتقاد بر این هست که هر صفتی را و هر نامی را که الله متعال در قرآن کریم یا این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح خودش برای الله متعال بیان کردن، ما معتقد هستیم که الله متعال این نامه ها و این صفات رو در واقع دارن. و در مورد نور روایت متعددی هست، الله نور السماوات والارض و مثل نوره کمشکات، یا آیات دیگری هست و ثابت هست از قرآن کریم و در روایات صحیح ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که از ایشون سوال کردند که یا رسول الله شما آیا در شب معراج الله متعال را دیدید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده نور انا اراه، الله متعال نور هست، من چگونه الله متعال را ببینم؟ یا در روایت دیگر اومده رأیت نور، من نوری رو دیدم. یا در روایت دیگر اومده که حجاب هن نور، حجاب الله متعال حجاب نورانی هست. یعنی این که الله متعال در دنیا و راهیت انسانی قابل رؤیت نیست و این نور حجاب الله متعال هست و هم در آیات ثابت شده و هم در روایات صحیح و صریح در این زمینه روایاتی رو داریم که ثابت است از هم از قرآن و هم از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مطلب دیگر در مورد صفات الله متعال، ما معتقد هستیم که الله متعال این صفاتی رو که در قرآن ذکر شده، الله متعال این صفات رو دارند و همین مطلبی رو که شما اشاره کردید که در مورد دست الله متعال، بر قطعا الله متعال دست دارد و صراحتا الله متعال در قرآن کریم این مطلب رو بیان کرده، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اشاره به شیطان میگه که چرا و به چه دلیل اون چیزی رو موجودی رو که من با دو دست خودم آفریدم تو بر اون سجده نکردی. و این تعویل دست به قدرت یا به نعمت، این به هیچ عنوان با مبانی زبان عربی در واقع سازگار نیست. منتها نقطه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اهل سنت و الجماعت به هیچ عنوان صفات الله متعال را با صفات مخلوقات تشبیه نمی کنند. این که ما بگیم که الله متعال دستی دارد مانند دسته های انسان ها، چون این چیزی وجود نداره. الله متعال نه ذاتش مانند مخلوقات هست و نه صفاتش مانند مخلوقات هست، در اسما و در صفات خودش و در ذات خودش کاملا متمایز از تمام مخلوقات هست. و اون چیزی رو که الله متعال در قرآن کریم بیان کرده، صفت دست را، صفت وجه را، یا صفت های دیگری رو که در قرآن کریم بیان کرده، ما کاملا بدان معتقد هستیم. اما بدون به هیچ عنوان الله متعال را جسم نمیدانیم، نمیگیم که الله متعال جسم هست و این هم در واقع دلیل جسمانیت نیست، بلکه اثبات میکنیم ما اهل سنت و الجماعت هر چیزی رو که الله متعال درباره خودش گفته ما به اون ایمان داریم، بدون این که این صفات رو تعویل بکنیم یا توجیه بکنیم یا به صورت کلی در واقع تعطیل و نفی بکنیم. و صفت دست هم یک از صفات الله متعال هست و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبر خودشون میگه ولا نقول يد الله قدرته، ما معتقد به این نیستیم و اینگونه تعویل نمی کنیم که دست خدا یعنی قدرت خدا. قدرت یک صفت جداگانه هست، نعمت یک صفت جداگانه هست و دست هم ید هم یک از صفات جداگانه الله متعال هست. همان گونه که ما ذات الله متعال را کیفیتش را نمیدونیم، کیفیت صفات الله متعال را هم ما نمیدونیم، این وابسته به علم غیب الله متعال هست. بله، جزاکم الله خیر. در مورد این دوستی که میگفت که الانوار النعمانی که شما مطلبی ذکر کردید در مورد تقی مجلسی
و اینکه اول که دروغ گفتن که ما گفتیم که علامه مجلسیشون صاحب بهار الانبار این چرسی بوده. حالا در مورد پدری که خودش چرسی بوده و پسرش دیگه، البته ایشون گفتند که چرس نبوده، حشیش بوده. در خود روایت مطلب بحث حشیش بودن، من نمیدونم این چرس رو از چی میگیرند، این مادهش چی هست. و به هر صورت مطلبی که در انوار نعمانی آورده اومده، یک مطلبی رو در اونجا ذکر میکند و به صورت کلی درباره توتون و حشیش یک نقل قولی میکند از علمای شیعه که فلانی فلانی در واقع مخالف بودند، باقی مانده همهشون موافق این قضیه بودند. به طور مثال آقای تقی مدرسی رو میاره که ایشون حتی در ماه مبارک رمضان در روزه های نفلی این حشیش رو استفاده میکردن و در روزه های فرضی به خاطر ترس از حرف مردم این کار رو انجام نمیدادن. به هر صورت یعنی حداقلش اگر بخوایم تعدیلش هم بکنیم، این که ایشون دخانیات رو مصرف میکردن، دخانیات اهم از توتون و حشیش و یا موارد دیگری که ایشون در واقع استفاده میکردن، یا احیانا علمای شیعه معتقد به جواز استفاده اونها بودند. بله، جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، کارشناس محترم علوم اسلامی، که این مطالب زیبا رو در مورد امام جعفر صادق و فضیلت ایشون از کتب اهل سنت مطرح کردن و همچنین این خزعبلات و خرافاتی رو که متاسفانه روافض گرفتار ایشون هستن. و این آقایی که زیاد سر صدا میکرد در مورد الانوار و نعمانیه، اگر میخواید که بیشتر در مورد آقایون چرسی علماتون مطالب به سمع شما برسانیم، میتونید در برنامه آن روی سکه انشاءالله روی سه‌شنبه زنگ بزنید و من همه اون مطالب رو خدمتون باز خواهم کرد. اصلا خودتون بخونید و ترجمه بکنید، البته اقوال تالین و افعال آیندگان ترجمه نکنید. نساق شریفی، من در مورد روایات این باب مطلبی رو من بیان نکردم، متاسفانه نرسیدیم بیان بکنیم تضادی رو که در این روایات وجود داره و تعدادی از راویان این روایات رو انشاءالله در هفته آینده خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. جزاکم الله خیر و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه حجت بی حجت بودید. تا فرصت دیگر، الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.